أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت به همه دوستان بیننده و شنونده. خیلی خوشحالم تا از طریق این قاب شیشه‌ای مجدد در خدمت شما بزرگواران هستیم. اگر صدای بنده رو دارید لطفاً یک عدد یک رو دوستان تایپ کنن تا ببینیم که ارتباط ما یا یک طرفه هست یا نه. بله بله، بسیار بسیار عالی. خیلی خرسندم از اینکه مجدد این افتخار رو دارم تا در خدمت این نگاه‌های مهربان شما باشم. همونجور که در جریان هستید، سلسله برنامه‌هایی رو که در این ایام در خدمت شما دانش آموزان عزیز بودیم، مباحث مختلفی رو که احساس می‌کردیم مورد نیاز شما هست با آدم‌های متخصص اون امر در میون گذاشتیم. آرش اشرفی سلام، سلام، در میون گذاشتیم و این سلسله برنامه‌ها رو در خدمت شما بودیم. تقریبا تو این 17-18 سالی که این افتخار رو داشتم تا بتونم به عنوان یک خدمتگزار در عرصه آموزش مشغول به فعالیت باشم، با دانش آموزا و خانواده‌های بسیار زیادی مواجه بودم و در ارتباط بودیم و دغدغه‌های بسیار زیادی رو از اونها هم می‌دیدیم، هم می‌شنیدیم و هم خیلی از جاها واقعا لمس می‌کردیم. توی خیلی از این دغدغه‌هایی که اتفاق افتاد، سوال‌های بسیار زیادی در ذهن من امیری شکل می‌گرفت که واقعا قادر به پاسخگویی‌شون نبودم. با یه سری از داوطلبایی مواجه می‌شدیم که علارغم توانایی بالایی که داشتن، علارغم استعداد فوق‌العاده‌ای که داشتن، اما متأسفانه در زمینه تحصیلی اون نتیجه‌ای رو که ما به عنوان مشاور یا همکارای ما به عنوان مدرس و در بخش آموزشی انتظارش رو داشتن، متاسفانه اتفاق نمی افتاد. از اون طرف در فرایند روند تحصیلیشون بسیاری از تعارضات رو بین خانواده می دیدیم که یکی از بحرانی ترین زمانهای هر خانواده‌ای به ایام کنکور یا اصطلاحاً ایام تحصیلی آخر داوطلب که در سال تحصیلی آخرش هست اتفاق می افتاد و اون ایام برای خانواده متاسفانه خاطرات خوبی رو تداعی نمی کرد. و دسته سوم، با دانش آموزایی برخورد می کردم که هم تواناییشون خوب بود، هم دوران تحصیل 12 سالشون و خصوصا سال آخر رو با هر کیفیتی که بود به پایان رسوندن، نتیجه خوبی هم در آزمون کنکور گرفتند. بر اساس نظر مشاورها یا خودشون یا اطرافیانشون انتخاب رشته‌ای رو انجام دادن، در بهترین دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل شدن، اما بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن بازم اون حس و حال خوب رو نداشتن. تمام این دغدغه‌هایی رو که براتون مطرح کردم ذهن من و خیلی از همکارای دیگه ای ما رو درگیر میکرد و واقعا هم پاسخی براش نداشتیم که چه اتفاقی میفته که این گروه های متفاوت برای بچه ها این سرنوشت ها رو پیدا میکنه. تا اینکه بعد از چندین وقت پرسوجو و خلاصه بالا و پایین کردن، به یک مقوله بسیار زیبایی برخوردیم به نام رفتارشناسی و استعدادیابی. و بعد از اینکه ورود پیدا کردیم، به طور تخصصی صحبت کردیم، گپ و گفت کردیم با اساتیدش، در کلاس‌های آموزشیشون شرکت کردیم، دیدم چقدر مقوله جذاب و کاربردی هست برای دانش آموزای ما. یعنی اگر دانش آموز ما میتونست به یک خودشناسی در حوزه رفتار برسه، اگر دانش آموز ما میتونست به یک خودشناسی در حوزه فردی خودش برسه و متقابلا اولیاء اون میتونستن خودشون رو و فرزندشون رو بشناسن، بسیاری از تعارضایی که در این ایام باش برخورد میکردن
برطرف میشد. وقتی که اولیاء محترم ما بدون فرزندش در لایه رفتاری قرار داره که به این شکل باید باش برخورد کنه، وقتی اولیاء ما بدونن که فرزندشون باید در این چهارچوب هدف گذاری بشه و به موفقیت برسه، خیلی از مشکلات حل میشد. من مثال خیلی ساده ای رو بزنم. ما دانش آموزی رو داشتیم که بهترین روند تحصیلی رو داشت، در یکی از بهترین دانشگاه های ایران هم همکنون در حال تحصیله، یعنی دانشگاه صنعت شریف، و یک جلسه مشاوره چندین ساعت رو هم که با هم دیگه داشتیم، آخرش به اصرار خانواده رشته مهندسی عمران رو انتخاب کرد و بعد از اینکه وارد دانشگاه شد و عرض کردم هنوز در حال تحصیله، به شدت ناراضیه. چرا؟ چون این آدم یک آدم جنگنده از لحاظ روحی نیست. این آدم یک آدم اصطلاحاً، حالا رو باز میکنیم با هم دیگه و صحبت میکنیم، آدمیه که باید کارهای فردی بهش واگذار بشه، تو کارهای جمعی، کارهایی که نیاز به ارتباط داره، کارهایی که نیاز به تداخل حتی رفتاری داره، مثل حالا دیمانس های عمرانی ها کسی که دارن کار میکنن و الان نتونسته هنوز با خودش کنار بیاد. امروز میخوایم یک جلسه بسیار فوق‌العاده‌ای رو با شما داشته باشیم. من مطمئنم بعد از اینکه این جلسه تموم بشه، یک نتیجه بسیار خوبی رو همه شما، چه به عنوان اولیایی که احتمالاً در این جلسه حضور دارید یا به عنوان دانش آموزایی که در این جلسه افتخار رو داریم که میزبان شما باشن، من مطمئنم بعد از این جلسه بسیار تا بسیار فرایند خوبی رو تجربه خواهید کرد. و مثل همیشه دعوت کردیم از آدمای کاربلد این حوزه دیگه. یکی از اون آدم ها هم سرکار خانم دکتر بدری مقدم هستم که این افتخار رو امروز داریم که در خدمت ایشون باشیم. بعد از یک صحبت‌های طولانی که در حوزه دانش آموزی با ایشون داشتیم و خلاصه فراز و نشیب‌های زیادی رو با هم بررسی کردیم، امروز این جلسه رو به همراه ایشون انشالله ادامه خواهیم داد، از صحبت‌های ایشون استفاده خواهیم کرد و مطمئنم که جلسه بسیار پرباری رو رقم خواهیم زد. خانم دکتر بدری مقدم سلام، خدا قوت. اگر صدا و تصویر من رو دارید و میشنوید، شما هم لطفا صدا و تصویرتون رو فعال کنید که بتونیم تصویر شما رو هم ببینیم. سلام، خدا قوت. سلام، عرض ادب و احترام جناب مهندس، امیدوارم که حالتون عالی باشه. عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک والدین عزیزی که این ساعت از روز اینجا حضور دارن و خیلی خوشحالم، و فراگیرای عزیزمون، دانش آموزان عزیز پایه، اگر اشتباه نکنم پایه های 10 و 11 و احتمالاً 12 که شاید پایه های پایین تر هم باشن، ولی خب خیلی خوشحالم که این دغدغه رو داشتن و امروز حضور پیدا کردن. ممنون از شما بابت دعوتتون جناب مهندس، امیدوارم که امروز با همدیگه بتونیم محتوای ارزشمند مدل جهانی دیسک رو به داوطلبین عزیزی که حالا به هر حال در نقش فراگیر اینجا حضور دارن به گوششون برسونیم، یه نگاه عجیب غریب تری، متفاوت تری، رنگین تری با یه عینک و یک ابزار متفاوت رو بهشون هدیه بکنیم. ممنون از شما. بسیار عالی. خانم بدری مقدم، برای اینکه ما بتونیم سریع وارد بحث شیم و بیشتر از این زمان رو از دست ندیم، من دو تا مطلب رو عرض کنم و انشالله در خدمت شما باشیم. عرض اولم به دوستانی که دارن صدا و تصویر ما رو ببینن، الان چت های شما رو ما میبینیم، یعنی الان آخرین نفر که سوال کردن جلسه تا چت می هست، یا یکی از دوستان نوشتن صدا قطع شد، ما چت های شما رو میبینیم. پیغامی اگه دارید برای ما ارسال کنید، به صورت خصوصی برای ما ارسال میشه. در بعضی از بازهای زمانی که نیاز هست، چت ها به صورت عمومی باز میشه، چون قرار هست این ارتباط امروزی یک ارتباط دو طرفه باشه. و در پایان جلسه هم ما یک تایمی رو حتما به پرسش و پاسخ خواهیم گذاشت، چون مطمئنم سوالات زیادی در ذهن شما در طی این جلسه مطرح خواهد شد. و جنابای منتظری که فرمودید صداتون رو نداریم، صدا هست، احتمالا سیستم شما یه بار ریستارت بفرمایید، به نظرم مشکلتون حل خواهد شد. خلاصه جلسه امروز، حالا فکر کنم دیگه جذابیتش خورده برای بچه‌ها بیشتر شده و من مطمئنم که جلسه بسیار خوبی ان شاء الله به لطف خدا امروز خواهیم داشت.
من با اجازهتون فقط خواهم دکتر برای اینکه کیفیت جلسه بالاتر بره تصویرم رو قطع میکنم و صدام رو در خدمت شما هستم. هر جا که شما صلاح دیدید من در خدمت شما خواهم بود. من ادامه جلسه رو در خدمت شما خواهیم بود که بهترین شکل رو اداره کنید. درود بر شما، سپاسگزارم، ممنون از شما. به امید خدا شروع میکنیم مباحث رو. دوستان حالتون چطوره؟ امیدوارم همگی عالی باشین. به هر حال عصره و میدونم تایم مطالعاتون بوده، ولی مطمئنم که این دوره اینقدر بهتون کمک میکنه که به هر حال خودتون هم حس خوبی تجربه خواهین کرد. اگه اجازه بدین من اسلایدها رو بعد خودم باز کنم که اینجا بتونم براتون پخششون کنم. یه لحظه اگه اجازه بدین. خب بسیار خوب، یه معرفی کوتاه از خودم داشته باشم. دوستان عزیز، بدری مقدم هستم، دکترای مدیریت و به عنوان مشاور و بحث مدرس در حوزه رفتارشناسی بلخص تمرکز بر مهارت‌های نرم در حال ایفای نقش هستم در سطح کشوری. خیلی هم خوشحالم که امروز در خدمت شما عزیزان هستم. دوستان بریم ببینیم چه خبره تو دنیای مدل جهانی دیسک و قراره که چه دستاوردی برای ما این دوره داشته باشه. دوستان من اول از شما میخوام به این موضوع توجه بکنید. شنیدین میگن زمان و منابع ما محدوده؟ اینو قبول دارین یا نه؟ خیلی وقتا بهمون گفتن حواستون باشه زمان و منابع شما محدوده، شما نمیتونی در آن واحد روی تمام اون چیزایی که دوستشون داری تمرکز بکنی و یه جورایی اونا رو به عنوان جنبه هایی از موفقیت برای خودت ببینی. لذا محققین علوم مدیریتی و روانشناسی در سطح بین المللی به این نتیجه رسیدن که آدم ها اگه بخوان به اون موفقیتی که فکر میکنن حقشونه برسن، باید در گام اول بلد باشن که یک ارتباط بهینه با جهان پیرامونشون برقرار بکنن. حالا این جهان پیرامون برای من دانش آموز، خانواده‌ام و محیط مدرسه و معلمان، برای یک کارمند محیط سازمانی و اجتماعشه و برای خانم و خانمای خانه‌دار و به هر حال محیط خانواده و این قضایا شرایطش متفاوته. حالا شما عزیزان که دغدغه اصلیتون درس و مدرسه هست و اینکه آینده شغلی شما قرار هست که به کجا سمت و سو پیدا بکنه، مطمئناً تو این دوره به نتایج خوبی میرسید. چرا که بحث ارتباطات 79 الی 80 درصد از زبان آقای رابینز به این موضوع اشاره شده که بحث ارتباطات یک ارتباط بهینه، یعنی که من تو رو بفهمم تو منو بفهمی، قرار نیست من و تو مثل هم باشیم. هر کدوم از ما آدم ها با ویژگی های خودمون زندگی میکنیم به شرط ها و شروط ها که اونا رو بشناسیم، بلد باشیم خودمون رو درست معرفی کنیم. اگه یه جایی بهمون میگن مثلا مریم خانم از خودت حرف بزن، خودتو درست معرفی کن، بلد باشی استعدادها و توانایی خودت رو به زبون بیاری. وقتی ما بلد باشیم که خودمون رو درست معرفی بکنیم، آدمای اطرافمون بر مبنای آنچه که ما خودمون رو معرفی کردیم نیازهای ما رو شناسایی میکنن. حالا بریم ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته تو این بحث، با هم دیگه بریم جلوتر. دوستان این سوالات رو ببینید، هیچ وقت به این موضوع توجه کردین؟ چرا بعضی از آدما دیر تصمیم گیری میکنن؟ قراره با همدیگه یه کار رو شروع بکنیم ولی نمیتونه درست تصمیم گیری بکنه. زمان تصمیم گیری برای این فرد متفاوت از شما هست. بریم سوال بعدی، هیچ وقت به این موضوع توجه کردی؟ چرا بعضی از آدما کندن توی عمل کردشون، حتی تصمیماشون، انتخابهاشون، درس خوندنشون، غذا خوردنشون کند هستن؟ چرا بعضی از آدم ها جزئی نگر هستن؟ تمام جزئیات رو میبینه، اپسیلون اپسیلون اعداد و ارقام رو در نظر میگیره. شما به این موضوع توجه کردی؟ چرا بعضی از آدما میتونن در آن واحد چندین کار متفاوت رو با هم دیگه انجام بدن؟ ولی بعضی از آدما تکبودی هستن و براشون سخته که بخوان چند کار رو با هم دیگه انجام بدن.
بعضی از آدم ها جسورن، ریسک پذیرن، به راحتی پذیرش هیجانات رو دارن. منی بعضی از آدم ها نه پذیرش ریسک رو ندارن، باید دو تا چارتا بکنن، حساب کتاب کنن، عواقب کار رو در نظر بگیرن، سپس تصمیم گیری بکنن. هیچ وقت به این موضوع توجه کردی؟ بین دوستات کسایی هستن که بمب انرژی هن. وقتی وارد مدرسه میشه میگی وای فلانی اومد، الان اون حس حال خوبه قراره که تو کلاس ما به وجود بیاد. چرا؟ چون که فلانی آقای ایکس یا خانم ایگره بسیار آدم پر انرژی هست. توجه کردی آدم ها پوشششاشون با هم دیگه فرق داره؟ همه ی آدم ها مثل هم لباس نمی پوشن و این تفاوت ها خیلی جاهای دیگه هم دیده میشه، از جمله این که بعضی از آدم ها مدیریت زمان دارن، مثل دوست عزیزمون که از ابتدای شروع کلاس دائما تاکید داشت که 5 دقیقه تاخیر ایجاد شد، 10 دقیقه تاخیر ایجاد شد، 15 دقیقه تاخیر ایجاد شد. مدیریت زمان یه ویژگی بسیار بارز، شایسته و ارزشمند که بعضی از افراد اون رو به واقع توی ویژگی های شخصیتی خودشون دارن. میخوام به این موضوع توجه کنید، چرا بعضی از آدما کارهای روزمره رو بهتر از کارهای منعطف و پویا دوست دارن؟ دوست داره یه کار روتین داشته باشه و تو همون کار روتین حسابی بدرخشه. حالا همه اینا رو گفتیم، سوالات رو مطرح کردیم، میخوام شما رو قبل از اینکه وارد این ویدیو بکنم ازتون میخوام یه ذره با همدیگه یه تجسم انجام بدید. براتون پیش اومده که قرار هست که در مورد یک موضوع با دوستت صحبت بکنید، شروع میکنی توضیح دادن از تمام زوایای اون موضوع حرف زدن. یه لحظه دوستت فکر میکنی به نظر خودت تمام توضیحات رو کامل براش گفتی، یه لحظه دستشو میگیره دو طرف سرش میگه بابا جان کوتاه بیا، اینقدر توضیح نده، خسته شدم. بعد یه لحظه میگی من دارم جزئیات رو بهت میگم که تو درک بکنی چه اتفاقی افتاده. بهت میگه نه، برو سر اصل مطلب. برو سر اصل مطلب یعنی این که دوست شما نگاهش از دریچه کلیات نه جزئیات. گاهی اوقات دلت گرفته، پا میشی میری کنار دوستت باهاش درد و دل بکنی، شروع میکنی حرف زدن. اینه این که داری از قصه های خودت برای دوستت میگی، ناگهان میبینی که دوستت داره به گوشیش نگاه میکنه، همزمان داره لباساشو تا میکنه میذاره اونجا و کارهای متفرقه انجام میده. یه لحظه پیش خودت میگی کاش که اصلا بهش اعتماد نکرده بودم و اصلا در مورد مسائلم باهاش صحبت نمیکردم، چقدر نسبت به احساس من بی تفاوته. یه وقتایی براتون پیش میاد که میاین خونه و مامانتون شروع میکنه ازتون سوال پرسیدن، امروز چه خبر بود مدرسه؟ خوش گذشت؟ چی کار کردی؟ شروع میکنه سوال پرسیدن. شما دوست داری خیلی کلی جواب مامان رو بدی، ولی یه لحظه اینقدر تعداد سوالات مامان زیاد میشه که احساس میکنی مامان به حرفای شما اعتماد نداره و یه لحظه احساس میکنی که شما رو دوست نداره، شاید که این همه ازت سوال میپرسه و این به خاطر همون هست که ما به درک متقابل با همدیگه نرسیدیم. همه اینا رو گفتم تا با همدیگه این ویدیو رو ببینیم، ببینیم که تو دنیای ما آدما، البته برگرفته از این ویدیو، چه اتفاقاتی میفته که خیلی وقتها با همدیگه دوچار اختلاف نظر میشیم و در نهایت حس حال خوب رو تجربه نمی کنیم. خب بریم با همدیگه ویدیو رو ببینیم. Thank you.
خب دوستان عزیز، فیلمو دیدین؟ این ویدیو رو دیدین؟ خب به نظر شما چه اتفاقی افتاد؟ هر کی دوست داره بنویسه، اگر هم دوست دارین که صحبت بکنین، میکروفوناتون رو همکارام فعال میکنن، میتونین صحبت بکنین. به نظرتون چه اتفاقی افتاد بین این دوتا، حالا من میگم حیوان، درسته خودخواهی بود. مرسی مرسی. دیگه چی؟ خانم دریای عزیز نوشته زیبا بود. دریا جان به من بگو غیر از زیبا بودن دیگه چی دیدی تو این ویدیو؟ گذشت رو دیده نیلوفر. مرسی. غزل عزیز مهربانی رو دیده. قاسمزاده بخشش رو دیده. پارسا چی دیده؟ خیلی تونتون میاین بالا. مرسی دوستان، مرسی. تفکر، فداکاری، دعوا بیفایده است. مرسی، عالی بود، عالی بود. متشکرم بچه ها. بله بله، در ابتدای ام این دوتا دوست عزیز با همدیگه دوچار تعارض و اختلاف شدن. حالا شما به من بگید ما آدم ها تو چه چیزایی با همدیگه دوچار تعارض میشیم؟ شما الان تو ارتباط با همکلاسیاتون، تو ارتباط با مامان باباتون، تو ارتباط با افرادی که تو اجتماع باشون در ارتباط هستید، کجاها باشون دوچار تعارض میشید؟ بنویسید کجا باشون دوچار تعارض میشید. بحث حریم شخصی، کی رتبه یک کنکور بشه؟ احسن، مرسی. سلیقه، انتخاب علایقمون، اختلاف سلیقه، سوال زیاد و بسیار عالی. مرسی دوستان. بله دوستان، ما آدم ها خیلی وقتها تو بحثای نگرشیمون با هم دیگه دوچاره اختلاف نظر میشیم. مثلا من میگم که این ساعت ساعت خوبیه برای درس خوندن، شاید مثلا دوستتون بگه که نه، آدم ساعت 12 شب باید بخوابه، موقع درس خوندن نیست. درسته؟ بحث نگرش هامون. خیلی وقتها با پدر و مادرامون دوچار اختلاف نظر میشیم. تو چه بحثایی؟ مثلا من دوست دارم برم رشته تجربی، ولی مامان بابا دوست دارن که من برم رشته برق، برم رشته ریاضی فیزیک. حالا چه اتفاقی افتاد؟ چجوری من میتونم با پدر و مادرم صحبت بکنم که دوچار تعارض باشون نشم؟ و این تفاهمی که دوست عزیزمون نوشته، یعنی یک درک دوسویه و ارتباط دوسویه به وجود بیاد. شیوه درس خوندن. مرسی مرسی آقای محمد مهدی عزیز. پس همینه که ما آدما تو بحث ارزشامون، همونجایی که دوستمون نوشته بود تو بحث حریم خصوصی، عالی بود. تو بحث ارزشامون، تو بحث نگرشهامون، تو بحث انتظاراتمون، انگیزه هامون با همدیگه دوچار تعارض میشیم. حالا چی کار کنیم که میزان تعارض رو کم بکنیم که کنار همدیگه بتونیم حس و حال خوبی رو تجربه بکنیم؟ بریم جلوتر ببینیم چه اتفاقی میفته. تعارض بین والدین و نوجوانان رو همیشه داریم. آقای ابوالفضل میگه همه مامان بابا دوست دارن بچه هاشون برن تجربی و دندون پزشک بشن. راست میگه آقای ابوالفضل. واقعیت هم اینه که خیلی وقتها پدر و مادرها این انتظارات رو دارن. ولی من دانش آموز، من ابوالفضل چجوری میتونم با پدر و مادرم صحبت بکنم که اونا رو دعوت بکنم به اینکه استعدادهای منو بشناسن و به من این فرصت رو بدن که بتونم بدرخشم توی اون حوزه‌ای که استعدادشو دارم؟ دوستان به این موضوع توجه بکنید که ما آدما باید یاد بگیریم که چجوری خودمون رو برانگیزانیم. خیلی وقتها مثلا شما آزمون میدید، آزمون گزینه دو، رتبه‌ای که دلت میخواسته بر مبنای زمانی که گذاشتی به دست نیاوردی، یه لحظه حس و حالت بد میشه. اگه بدونی که چجوری تو این وضعیت میتونی دوباره خودت رو برانگیزانی و حس و حال خودت رو خوب بکنی، اون اتفاق خوبه پشت سر برای شما اتفاق میفته. اینکه من یاد بگیرم نیازهای خودم رو، خواسته هام و انگیزه هام رو بشناسم، جدا از اینکه خودم رو شناختم، یاد بگیرم که آدمای اطراف من هم با من متفاوتن، نیازهای متفاوتی دارن، انگیزه های متفاوتی دارن. حالا که قرار هست همه این موارد رو به دست بیاریم، با هم دیگه وارد دنیای رنگی مدل جهانی دیسک میشیم.
DISC مدلی هست بین المللی دوستان. در سال 1928 آقای مارسون در مورد مدل جهانی دیسک شروع کردن صحبت کردن. قبل از اون خب به هر حال محققای بیشتری در این خصوص تحقیقاتی انجام داده بودن ولی نتونسته بودن این مدل رو در بیارن. دوستان مدل جهانی دیسک تمرکزش بر حوزه رفتار هست. قرار نیست در مورد الزاماً شخصیت آدم‌ها حرف بزنه. وقتی صحبت از رفتار می‌کنم یعنی اون چیزی که شما از طرف مقابل به زبون عامیانه خیلی ساده بخوام بگم می‌بینی، میشنوی، لمس میکنی، این میشه رفتار فرد مقابل شما. یعنی اون چیزایی که تو از مامان و بابا میبینی، از معلمت میبینی، از دوست و رفیقت میبینی. حالا که اونا رو داری لمس میکنی و درک میکنی، میتونم بهت بگم که رفتار فرد مقابل رو در دنیای خودت داری ارزیابی میکنی. پس ما قراره که به مدل جهانی دیسک بپردازیم که تمرکز این مدل بر حوزه رفتار هست که انشالله تو کارگاه‌های خصوصی تر این موارد رو خیلی براتون ریزبینانه تر مورد ارزیابی قرار میدم. اینجا خب به هر حال وبینار هست و زمان ما محدود. بریم ببینیم این مدل چه شکلیه دوستان. ببینید تصویر رو، ببینید چه جذابه. نمادها رو اینجا داریم. این مدل دوستان حول یک دایره مطرح شد. حول یک دایره. چرا آقای مارسون دایره رو انتخاب کرد دوستان؟ بهش فکر بکنید. به نظرتون چرا دایره رو انتخاب کرد؟ چرا نیومد یه مستطیل انتخاب بکنه؟ چرا نیومد یه مربع انتخاب بکنه برای اینکه بتونه در مورد رفتار آدم‌ها حرف بزنه؟ به نظرتون چرا دایره رو انتخاب کرد؟ همش در حال گردش و تکرار میشه. مرسی آقای قاسم زاده. همه به هم مربوطن، بی نهایت رو داریم، بستگی به شرایط رفتاریشون، به شرایطشون رفتارشون روشون میدن. مرسی، درسته. زمین رو دیده؟ اوکی، خب دیگه چی؟ همه با هم در تعاملن، تکرار میشه. دوستان آقای مارسون دایره رو انتخاب کرد. چرا؟ برای اینکه به آدما بگه شما روی محیط دایره هر جا که قرار بگیری فاصله تا مرکز دایره که اون وحدانیت مطلق هست یکسانه. یعنی که شما چه سمت چپ قرار بگیری، چه سمت راست، چه بالای دایره قرار بگیری، چه پایین دایره قرار بگیری، فاصله تا مرکز دایره یکسانه. لذا با اون که ایشون یه محقق آمریکایی بود ولی اون نگاه معنوی و ابعاد انسانی آدم‌ها رو به زیبایی دیده بود. خب دوستان در سال 1928 این مدل طراحی شد. در گام اول آقای مارسون اومد گفت دایره رو فقط میخوام به دو تا روب تقسیم بندی بکنم. روب اول به صورت عمودی هست که افرادی که سمت چپ نمودار قرار میگیرن وظیفه محورها هستن، افرادی که سمت راست قرار میگیرن مردم محورها هستن. در گام بعدی دوستان اومد چیکار کرد؟ تقسیم بندی بعدی که انجام داد به صورت افقی بود. گفت افرادی که بالای نمودار قرار میگیرن برونگراها هستن، افرادی که پایین نمودار قرار میگیرن درونگراها هستن. حالا شما به من بگید برونگرا از نظر شما با توجه به این تصاویری که میبینید چجور آدمایی هستن؟ بنویسید ببینیم چجور آدمایی هستن. به به خانم دکتر رسم، ما الان هم چتا رو باز گذاشتیم که بقیه هم ببینن نظرات بچه ها رو و بله مرسی، خیلی عالی، خیلی عالی. بله هیجانی هم که دوستان نمیتونن ببینن پیام ها رو، ما میبینیم. فکر نکنید پیام هاتون ارسال نمیشه. آها مرسی دوستان، همه دارن اظهار نظر میکنن، عالیه، ممنونم از مشارکتتون. برونگراها افرادی هستن که انرژی رو از محیط میگیرن، چندین برابر به محیط بر میگردونن. آدمای شاد و سرزندهی هستن، هیجاناتشون رو به زیبایی نشون میدن.
خیلی عالی، مرسی بچه ها. بریم ببینیم درونگرا کیا هستن. حالا خودتون بگید با توجه به تصویری که داریم میبینین درونگراها چجور آدمایی هستن، خودتون بنویسید. گوشگیر و تنها، آیا همیشه گوشگیر و تنها؟ درسته با آدم های زیادی ارتباط نمیگیرن، گاهی خجالتی هستن. خیلی عالی، مرسی بچه ها، مرسی، عالی بود، عالی بود. گاهی اوقات ترس دارن، متشکرم، متشکرم. اول فکر میکنن، بعد عمل میکنن، عالی بود، خیلی عالی. درونگراها اونایی هستن که دوستان با دنیای درونی خودشون آشتیان، حس و حال خودشون رو کمتر تو زبان بدنشون نشون میدن. افراد درونگرا افرادی هستن که بیشتر فکر میکنن، کمتر اقدام میکنن. عملگرایی تو این لایه کمرنگتر نسبت به برونگراها. حالا میدیم یکم بیشتر و بیشتر باشون آشنا میشیم. دوستان قبل از این که بهش بپردازیم، تو دایره اول یادتون هست گفتیم وظیفه گرا و مردم محور. به نظر شما وظیفه گرا چه کسایی هستن؟ اونایی هستن که اولویت زندگیشون با کاره. میگه یک دو سه کار کار کار، یک دو سه کار کار کار، اولویتشون کار هست توی زندگی. حالا دوستان الزاماً کار منظور شغل نیست. گاهی اوقات شما یه دانش آموزی، الان که دانش آموزی اولویت زندگی شما درس و تحصیله. پس کار شما چی هست دوستان؟ کار شما الان درس خوندنه. لذا پس به همین دلیل هست که میگیم نگاهشون از دریچه وظیفه. امیر حسین نوشته قانون مدار هم هستن. بسیار عالی، مرسی امیر حسین. حالا بریم ببینیم مردم محور رو کیا هستن، افرادی که اولویت زندگیشون چیه. دوستان بنویسید مردم محورها افرادی هستن که اولویت زندگیشون، مرسی مرسی ابوالفضل نوشته، من فکر می‌کنم اینو دارم. مردم محورها میگه شهرت، اجتماعی بودن، زبان بدن قوی، نشاط و شادمانی. درسته مردم محورها دوستان یه نگاه قشنگ دارن، اولویتشون با آدماست. جلسه میرم کیا اونجا هستن؟ بهمون خوش میگذره یا نمیگذره؟ آدم ها رو دوست داری یا نداری؟ با کیا سوال خوب رو تجربه میکنی؟ این نگاه مردم محورها هست. حالا با همین پیشفرض ها بریم مدل جهانی دیسک رو با هم دیگه ببینیم. این مدل حول یک دایره به وجود اومد، توسط آقای مارسون تقسیم بندی شد، 4 تا ربع به وجود اومد که الان قراره در مورد این ربع ها با هم دیگه صحبت بکنیم. دوستان ربع اول افرادی هستن که برونگرای وظیفه محورن. میبینید دوستان افراد برونگرای وظیفه محور، دوستان در زبان جهانی دیسک DISC افراد لایه دی که دامیننس نامیده میشن با رنگ قرمز نمادین شدن، نشون داده شدن. افرادی برونگرای وظیفه محور هستن، منطق محورن، کار محورن. خصوصیات بارزشون رو الان بهتون میگم. مرسی غزل عزیز، نوشته جایگاه بالایی رو دوست دارن داشته باشن. بله بریم ببینیم با ویژگی‌هاشون قشنگ آشنا بشیم. بریم افراد تیپ دی، اول شما لباسای این آقا رو نگاه کنید، نوع زبان بدنشان ببینید، بعد بریم با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم. افراد تیپ دی افرادی هستن که نسبت به امور و محیط پیرامونشون به شدت مسلطن. آدمای رک و سریع و قاطعی هستن. قاطعیت ورزی رو تو لایه دی به شدت میبینید. افراد پرجرأتی هستن. آقای ابوالفضل میگه بزنم به تخت خوشتیپم هستن. نمیدونم، نکنه شما فکر میکنی لایه دید پررنگه؟ در موردش صحبت بکنیم. خوبه؟ افراد تیپ دی سریع و قاطعن، به شدت روکن دوستان. میگن ما با پدرمونم رو در بسی نداریم، حرفامونو راحت میزنیم.
دوستان قاطعیت ورزی ابراز وجود تو این رایه به شدت دیده میشه. افراد تیپ دی به دنبال این هستن که همیشه پیشگام باشن تو امور، میخوان همه جا جلوتر از همه باشن، به شدت دنبال استقلال طلبی هستن، دوست دارن که بر احساسات خودشون غلبه بکنن، به شدت مصمم، فعال و با اراده هستن. تصمیم گیریاشون خیلی سریع انجام میشه، یک دو سه تصمیم پروژه را میفته. حالا اگه قراره یه دوره آموزشی ثبت نام بکنه، یک دو سه سریع تصمیم میگیره و ثبت نام میکنه. خیلی در تصمیم گیری هاش اون دقت لازم رو نداره، از دریچه کلیات تصمیمات خودش رو میگیره. خب دوستان، تا اینجا با افراد تیپ دی با کلیات ویژگی هاشون آشنا شدیم. بریم ببینیم تو خونه زندگی هاشون، کنار مامان باباشون، تو ارتباط با همسرانشون، تو ارتباط با دوستانشون، توی مدرسه قرار هست که چه رفتارهایی از افراد تیپ دی ببینیم. بچه های تیپ دی دوستان بین دوستاتون هستن، الان در موردشون فکر کنید. زیاد ابراز علاقه و احساسات نمی کنن. احساسات خودشون رو درون ریزی میکنن، نه اینکه آدم های درونگرایی باشن. خیلی دوست نداره که تو محیط اجتماعی ابراز وجود بکنه در حوزه عواطف و احساساتش. اصولا اهل لباس پوشیدن، اونم از جنس و نوع برند هست، به شدت براش مهمه که شیک پوش باشه. خب دوستان، افراد تیپ دی گفتیم از دریچه قدرت به جهان پیرامونشون نگاه میکنن، لذا به شدت از اینکه مقایسه بشن با آدمای دیگه متنفرن، دوست ندارن کسی اونا رو با کسی مقایسه بکنه. خیلی وقتا ما میگیم دیا تون تون را میرن، تون تون حرف میزنن، تون تون غذا میخورن. برای چی اینجوری هستن؟ برای اینکه بتونن خیلی سریع به کارا و برنامه‌های خودشون برسن. دوستان حواستون باشه، تیپای دی سریع عصبانی میشن. ما میگیم تکانه های عصبی توی لایه های تیپ دی زیاد دیده میشه. الان خودتون به من بگید کدوماتون هستید که وقتی عصبی میشید مش میکوبید به دیوار، کدوماتون هستید که تا حالا دو سه بار گوشیاتون رو پرت کردید؟ بین پسرها بیشتر دیده میشه. اوکی، خیلی عالی. خب البته نیاز هست که مدیریت هیجانات رو یاد بگیرم که در مورد اون هم انشاءالله تو دورهای بعد بیشتر با هم صحبت میکنیم. افراد تیپ دی خانم دکتر، من یک دفاع باید از دیا بکنم، چون یک نماینده دیا. علارغمی که زود عصبانی میشن ولی زودم فراموش میکنم یک موضوع ناهنجار، یکی از ویژگی های منحصر به فردشونه. چقدر همزاد پنداری میکنم بچه ها در خنداشون کامل مشخصه که دقیقا بله درسته. هستیم در خدمتتون خانم دکتر. مرسی مرسی، متشکرم. خب دوستان، حالا بریم ببینیم دیا خیلی حریم براشون مهم نیست. اون دوستی که خیلی تاکید داشت تو بحث تعارضات ما با آدم ها دوچار تعارض میشیم، یکیش بحث حریم خصوصی است، اینجا دقت کنه. افراد تیپ دی اگه دوستای تو هستن، رفقای تو هستن، اگه تو محیط خانواده به هر حال تیپای دی داری، حواست باشه اینا خیلی توجهی به بحث حریم ندارن و از ارتباطات صمیمانه هم گریزان هستن و حریم دیگران رو احتمال داره به طور ناخواسته بشکنن. دوستان هدف خاصی ندارن. خب بریم شغل‌های مناسب تیپ دی رو بشناسیم. بعد بچه‌ها که فکر می‌کنن خیلی توی تیپ دی قوی هستن، اگه دوست داشتن میتونن میکروفونش رو فعال بکنن و صحبت بکنن در مورد ویژگی‌های بارز خودشون، بلخصا ویژگی‌های مثبت خودشون. شغل‌هایی که برای افراد تیپ دی خیلی پیشنهاد میشه توی فرآیند استعدادیابی، مدیران استراتژیک بسیار قوی هستن، چون نگاهشون چشم‌انداز محوره، کلیات رو میبینه سپس وارد فرایند جزئیات میشه. مدیران ورزشی قوی میشن افراد تیپ دی، بلخص توی ورزش‌های رزمی و هجومی و تهاجمی موفق‌ترن. شاید بوکسورای خوبی هم بشن، نمیدونم.
افراد تیپ دی مشاورین اقتصاد بسیار قوی میتونن بشن. به این موضوع هم خوب توجه بکنید. مشاورین سرمایه گذاری میتونن بشن. مدیریت بحران رو در تیپ دی به شدت قوی داریم. ما میگیم دیا در لحظه میتونن تصمیماتی رو بگیرن که یک تحول رو در یک سیستم، در یک جامعه، در یک حوزه ایجاد بکنم و این نگاه نگاه بسیار ارزشمندی است که ما از تیپ‌های دی می‌بینیم. مدیر کنترل پروژه میتونن بشن، افسران نظامی قوی هستن و مشاورین مالی بسیار خوبی میتونن باشن. خب دوستان، الان تیپ دی رو دیگه شناختین. کیا اینجا تیپ دی خیلی پررنگن و به واقع با این شغلا حسال خوبی میتونن داشته باشن؟ یا اصلا قبل از اینکه من در مورد این شغلا حرف بزنم، خودشون بر چشم اندازه آینده شغلی خودشون یکی از این شغلا رو دیده بودن؟ مرسی پویا جان، چه شغلی رو در نظر گرفته بودی؟ این پایین بنویس ببینم اون شغلی که شما برای خودت در نظر گرفته بودی چی بوده. محشاد میگه افسری، خیلی عالی، مرسی. امیر حسین میگه میتونن معلم بشن. بله میتونن معلم هم بشن، ولی سبک و سیاق معلمیشون کمی متفاوته. چه بسا خودت این مدل معلم ها رو داشتی. کارآفرینان موفقی هستن. بله میتونن کارآفرینان موفقی باشن اگر میزان ریسکشون رو بتونن مدیریت بکنن، چون افراد تیپ دی غالب دوستان به شدت اهل ریسکن. اگر ریسکشون رو مدیریت بکنن همه چی درست میره جلو. خیلی خوب الهام جان میگی روانشناسای خوبی میتونن بشن. مدیریت عواطف و احساسات در لایه دی به شدت قویه. خیلی خوبه که توی حوزه‌های عاطفی بلدن مدیریت بکنن، ولی اینکه بتونن با آدما همراه بشن، همدل بشن، شنونده های خوبی باشن، صبور باشن که جز شاخصه های بارز یک روانشناس هست، متاسفانه من در لایه دی نمیبینم. لذا ما میگیم اگر ترکیبی از لایه ها باشن که دیشون هم حداقل حالا نمرش رو بعدن تو کلاس ها بهتون میگیم داشته باشن، شاید بتونن روانشناس خوبی هم باشن. جناب مهندس شما رو دعوت میکنم. من یه آقای خانم پور رستمی گفته بودن یه نفر میتونه ویژگی‌های مختلفی داشته باشه. بله. چطور میتونیم بگیم که کدوم تیپ هستیم؟ خیلی سوال قشنگیه آقای خانم پور رستمی. صبر کنید، الان موقع نتیجه گیری و رسیدن به این جواب و سوال شما نیست. تعامل داشته باشید، هستیم در خدمت. مرسی، متشکرم جوای مهندس. خب دوستان سوالاتتون خیلی زیاده، میریم جلوتر به جواب سوالاتتون خودتون میرسید و جناب مهندس هم حضور دارن و در نهایت جنبندی خیلی کلی و قشنگی از این موضوع خواهند داشت که شما به نتایج مطلوب خودتون خواهید رسید. دوستان تو اون دایره‌ای که اول کار دیدیم یادتون هست؟ برگردیم تو این دایره. الان قرار هست که افراد روبرو تیپ دی، افراد تیپ اس استیبل ثبات و پایداری با رنگ سبز در مدل جهانی دیسک رو بررسی بکنیم. افرادی که مردم محور درونگرا هستن. بریم ویژگی های غالبشون رو ببینیم. افراد تیپ اس افرادی هستن درونگرای مردم محور. ویژگی های بارزشون آدمایی هستن ثبات محورن دوستان، محیط های ثابت رو دوست دارن. از اونجایی که درونگرا هستن شنونده های بسیار خوبی هستن. افراد تیپ اس که با رنگ سبز نشونشون دادیم در زبان جهانی دیسک مردم محورن، عاشق آدم ها هستن، تا جای ممکن با آدم های اطرافشون همدلی می کنن. بسیار آدم های محافظه کاری هستن. به واقع حریم خصوصی براشون به شدت مهم هست. افراد تیپ اس شنونده های خوبی هستن. ساعت ها براشون حرف بزن، اونا به زیبایی شما رو گوش میدن، میشنون، اظهار نظر نمی کنن تا زمانی که مطمئن بشن وقت اون رسیده که بخوان با شما مواردی رو به اشتراک بذارن. یکی از شاخصه های بارز تیپ اس خونگرم بودن افراد تیپ اس هست. به شدت خونگرمن، مهمون نوازن، محیط زیست رو دوست دارن، همینجوری که ابوالفضل نوشته. تعاملات اجتماعی و دوستان محدودی دارن. 4 تا دوست داره
تا سالیان سال با اینها ارتباط داره، میره دانشگاه هنوز با اینا در ارتباطه، فارغ التحصیل میشه، ازدواج میکنه، کسب و کار را میندازه، میره سر کار، بازم با اون آدم هنوز دوست هست. کارهای کارمندی رو دوستان تیپای اس ترجیح میدن، افرادی هستن که محیط ثابت رو چون دوست دارن، محتاط و محافظه کار هستن، ریسکای پایینی دارن، لذا به همین دلیل محیطهای ثابت رو ترجیح میدن و کارهای کارمندی به دردشون بیشتر میخوره. گاهی اوقات افراد تیپ اس دچار ترس و نگرانی میشن، دودلی تو دنیاشون وجود داره، ولی که خب به هر حال اینا کسب مهارت دوستان. شاید این ویژگی ها رو داشته باشی، مثلا 70%، بگی من 30%ش رو ندارم، من به واقع مثلا شاید همه این ویژگی ها رو دارم ولی آدم آرومی نیستم. اشکال نداره، ما با شما بیشتر از این صحبت میکنیم و میگیم که آدم ها ترکیبی از این 4 لایه هستن و میریم جلوتر بهش میپردازیم. دوستان نیازهای افراد با همدیگه به اقتضای لایه بارزشون فرق میکنه، نیازها، خواسته ها و انگیزه هاشون فرق میکنه. الان کیا اینجا تیپ اس بارز هستن؟ دوست دارم با ما صحبت بکنن. کیان احساس میکنن که لایه های امنیتی براشون مهمه، شنونده های خوبی هستن، آرومن، صبورن. مرسی مرسی. نمیدونم خانم یا آقای جمالی هستی. ریحانه میگه منم، محمد حیدری میگه منم. مرسی. خب الان شما به من بگید شماها نیاز اصلیتون چیه؟ شما که حس میکنید که تیپ استتون پررنگه، وقتی تو ارتباط قرار میگیرین اولین چیزی که براتون میاد بالا چی هست دوستان؟ چی دوست دارین براتون رعایت بشه؟ عشق و محبت و حمایت. مرسی. احساس متقابل. مرسی. صداقت. عالی بود. همراهی و امنیت. مرسی ریحانه عزیز، تشویقش کنید دوستان، ریحانه رو تشویقش کنید. امنیت نیاز اصلی تیپ اس، داشتن یک محیط امنه. میگه فضای امن من رو حفظش کن، لطفاً وارد حریم من نشو، استاپ، نگه دار. و این اون لحظه ای هست که یه لحظه نیاز تیپ اس میاد بالا. البته صداقت، وفاداری، مهربونی همشون جز شاخصه های بارز تیپ اس هستن که همتون درست اشاره کردیم. بریم قالب رفتارشون رو ببینیم. تنش و درگیری رو دوست ندارم. برای مهندس ها رو نظر کرد، خودش به نظرم چاریک جداره. آره مثلا تیپ اس تیپ غالب رفتاریشون اصلا اهل اظهار نظر و اینا نیستن. الان این ریحان خانم با دو بار بهش دست بزنیم که بله همه تشویقش کنن. مرسی، متشکرم جناب مهندس. بله، وایس رو تموم کنیم ببینیم که چه اتفاقی قرار بیفته. گفتیم که علاقمند به مهمون نوازی، خونگرم، حمایتگر، حامی، صداقت و شفافیت، موسیقی های سنتی رو دوست داره، هنرهای دستی رو دوست داره، مراوداتش خیلی محدوده. گفتیم فضای امن رو دوست داره. ترس و نگرانی تو این شاخصه همیشه دیده میشه. خشماشو درون ریزی میکنه. دوستان حواستون به آدمای تیپ اس در محیط خانواده باشه. اگه یه خواهر برادر داری که ویژگی اصلیش اس هست، یادت نره که در زبان جهانی دیس ما به افراد تیپ اس میگیم فرشته های زمینی. آدمایی هستن که اونقدر مهربونن، همیشه دیگران رو به خودشون ترجیح میدن، همیشه از خود گذشتگی میکنن، بسیار لطیف و رئوفن. من اینا از خودشون چیزی بروز نمیدن، همونجوری که آقای مهندس استاد عزیز گفتن، خیلی وقتا این درون ریزیشون متاسفانه به مرحله ادامه دار میشه که امکان داره مثل دیگ بخار یه دفعه منفجر بشن، چون به غار تنهایی پناه میبرن و این غار تنهایی با گذر زمان از نظر روانی به اونها آسیب‌های زیادی رو میرسونه. بچه هایی هستن که تو محیط خونه تابع مامان بابا هستن،
مگه مامان بابا بهشون بگه باید بری رشته تجربی چون من میخوام تو دندون پزشک بشی، اینا همون بچه‌هایی هستن که پا روی علایق خودشون میذارن و خیلی وقتا ما تو جلسات مصاحبه با بچه‌ها که صحبت میکنیم به ما میگن که متاسفانه دلیلی که من رفتم رشته پزشکی با این رتبه خوب اصلا دلیلش این بودی که مامان من دوست داشته من پزشک بشم، من به خاطر این مامانم قصه نخوری این کارو انجام دادم. و نتیجتاً اینه که حواسمون به این تیپ باید بیشتر از اینا باشه. بریم مشاغل رو ببینیم. افراد تیپ S کارهای خیریه رو خیلی دوست دارن. روانشناسی، دوستمون که پرسید میتونن روانشناس بشن تیپای D، اینجا هست. تیپای S از اونجایی که شنوندن، صبورن، رعوفن، همراهن، میتونن مشاوران بسیار خوبی بشن. مددکار اجتماعی، کارهای مربوط به محیط زیست، مربوط به کودکان، پرستار، عالیه. معلمای خوبی هم میتونن بشن. مرسی دوستان، خدا رو هزار مرتبه شکر. خودتون آگاهی نسبت به مشاغل به اندازه کافی دارین و اون نگاه عمیق شما به من این پیغام پنهان رو میرسونه که خیلی خیلی کار من راحت تره که چون شما آگاهانه دارین با این مسائل برخورد میکنین. برای پزشک شدن دوست عزیزمون، آخر جلسه به شما میگم که باید ترکیبی از کدوم لایه باشید. از اونجایی که دوستان ما به حوزه رفتار میپردازیم، همه این موارد قابلیت ارتقا دارن. بریم جلوتر. جناب آقای مهندس، صدای منو دارین؟ بله، هم صدا رو هم تصویر شما. متشکرم. اگر تمایل دارین، متشکرم. اگر تمایل دارین و شرایط رو دارین، خوشحال میشم لایه آی رو از زبان شما بشنویم. لایه آی چون نه خودم دارم و نه خیلی همزاد پنداری میکنم با لایه آی، زحمتش رو شما بکشید، ممنونتون میشیم. داریم استفاده میکنیم از هم صدای بسیار زیباتون و هم بار علمی فوق‌العاده‌ای که محبت شماست. محبت شماست. خب بریم دوستان، بریم تیپ آی رو با هم دیگه داشته باشیم. از همین اول تصویر رو ببینید، اتفاق خوبه همینجا داره میفته. یه لحظه تصویر رو ببینید. به قول ما کرمونیا، نیقا تا بناگوش باشد. آره دقیقا. مرسی آقای ایدری، میگه عجب سیبیلی داره. پس معلومه آقای ایدری هم ابراز وجود خوبی داره. بریم ببینیم چه خبره. بریم ببینیم چه خبره تیپ آی. دوستان بریم آی رو ببینیم. آی اینفلوئنس، تاثیرگذار. افرادی هستن که تو اون دایره، اگه یادتون باشه برگردم اسلایدهای قبل رو ببینید دوستان، من میخوام که قشنگ زاویه دیدتون رو نسبت به این قضیه باز کنم. بریم تیپ آی اینفلوئنس، تاثیرگذار، برونگرای، مردم محور. حالا بریم ویژگی‌هاشو بگیم. افراد تیپ آی به شدت ارتباط محورن، شاد و خوشمشربن، بسیار پرهیجانن، وارد هر محیطی که میشن آدما میگن هورا اومد. حضورش به محیط کلی انرژی میده، باعث خنده دیگران میشه. افرادی هستن که بسیار دوست داشتنی هستن، مردمدار و اجتماعی هستن، دلنشین حرف میزنن، خوشبینن نسبت به قضايا. یکی از شاخصه های بارز افراد تیپ آی دوستان این هست که اونا متقاعد کننده هستن. به راحتی میتونه شما رو قانع بکنه برای شرکت در یک دوره، برای خرید یک ابزار، برای خرید یک لباس، برای شرکت در یک مراسم مهمانی و یا یک سفر. توانایی اینو داره که روی شما به شدت اثر بذاره. عاشق در لحظه زندگی کردن هستن. دوستان به من بگید نوشابه پپسی شعارش چیه؟ به من بگید شعار نوشابه پپسی چی بود؟ در لحظه زندگی کن. مرسی پارسا، مرسی. همینه، در لحظه زندگی کن. مرسی نگار عزیز.
در لحظه زندگی کن. این نوشابه رو برای کیا پس ساختن؟ اونایی که در لحظه زندگی کردن رو دوست دارن. افراد تیپ آی عاشق این هستن که در لحظه زندگی بکنن، چون آدمایی هستن که خوشبینن به جهان پیرامونشون. همونایی هستن که میگه بابا نوشابه رو بخور بی خیال، بابا حالا معده درد و یه قرص میخوری نهایتا خوب میشی، حالا امروز رو بخواب بی خیال، فردا صبح بلند میشی درساتو میخونی، حالا این جلسه رو بی خیال ولش کن. خیلی وقتا این موارد وجود داره، البته بستگی به هوش هیجانیشون داره که میریم با هم دیگه بیشتر صحبت میکنیم. دوستان افراد تیپ آی به شدت قانون شکنن، ساختار شکنن، ریسک ارتباطی بسیار بالایی دارن. اینو حواستون باشه. یعنی این که اگر بهش بگم مثلا علی تو با فلانی ارتباط نگیر، این ارتباط درستی نیست، اگه علی قصه ما یه تیپ آی غالب باشه اتفاقا میره ارتباطو میگیره که به من ماما ثابت کنه که چی؟ تو اشتباه میکردی، من اشتباه نمیکردم، آدم اتفاقا آدم درستیه. رضا افراد تیپ آی قانون شکنن، ساختار شکنن، بلخص و بحث روابط دمدمی مزاجن، عاشق خانواده و محیط های اجتماعی هستن، خوششون میاد دیگران رو سپرایز بکنن. البته تو سپرایزاشون ما افراط و تفریط زیاد میبینیم، خیلی وقتا پرتحرکن، داره حرف میزنه دائما وول میخوره، یه وقتی میگه بابا جان یه لحظه نگه دار خودتو، اینقدر تکون نخور، هم چهرش هم چشماش هم زبان بدنش شوخ طبعن، گاهی اوقات اغراق میکنن. خب دوستان با این شناختی که ایجاد شد، حالا به من بگید نیاز اصلی تیپ آی چیه به نظرتون؟ دوستایی که آیه پررنگ دارن به من بگن نیاز اصلیشون چیه؟ برای وکالت خوبم، مرسی نگاه جان، چون خوب بلدن ارتباط بگیرن، عالی بود. خب به من بگید نیاز اصلیشون چیه؟ میگه یه گوش مفتی پیدا کنه ابوالفضل، میگه شروع کنه حرف زدن. مرسی، درسته درسته. دیگه چی؟ نیاز اصلیشون دیده شدنه. عاطفه رو تشویق کنی دوستان، نه یه بار دو بار تشویقش کنید. مرسی عاطفه جان، عالی بود. نیاز اصلی تیپ آی دیده شدنه. میگه منو ببین، ببین چقدر دوست داشتنیم، ببین چقدر خوبم، ببین چقدر توانمندم، من بلدم روی تو کار کنم، من بلدم که برای آینده تو تصمیم بگیرم، تو رو راضی کنم، یا هر چیز دیگه ای که توی دنیای خودشون رقم میخوره. مرسی دوستان، مرسی، متشکرم. بریم شغلاشون رو ببینیم. میگه اینا متخصص های گفتار درمانی خوبی میشن، بچه های تجربی. برید توی این فاز بهش توجه کنید، روانشناس های خوبی هستن. روانشناس بالینی رو برای تیپ اس گفتیم، روانشناس عمومی رو برای تیپ آی گفتیم. تفاوت ها دیده میشه. بازیگران قهاری هستن. مرسی همدانه عزیز. افراد تیپ آی در لحظه میتونن گریه بکنن، سریع بخندن، دوباره گریه بکنن. این پتانسیل و ظرفیت رو یه تیپ آی داره که میتونه در لحظه نقش‌های متفاوتی رو ایفا بکنه. متخصص تغذیه میتونه بشه، مشاور مددکار اجتماعی. بازاریابای خوبی هستن چون توانایی متقاعد کردن آدما رو دارن. مرسی بچه ها، مرسی. تا اینجا آشنا شدیم، بریم تیپ آخرمون رو ببینیم. چون با محدودیت زمانی رو به رو هستیم، من اینا رو به صورت کلی بهتون میگم دوستان، خیلی هنوز جزئیات داره که انشالله تو جزئیات تو دوره ها در خدمتتون خواهیم بود، تو مشاوره ها بیشتر. خب بریم افراد تیپ سی رو ببینیم. کرفول، دقیق. اون ربع پایینمون دایره بود، افرادی درونگرای وظیفه محور. دوستان درونگرای وظیفه محور رنگشون آبیه. اونایی که به من گفتن خانم بدری مقدم شما الگوی رفتاری چیه؟ لایه بارزت چیه؟ الان از روی لباسای من شاید بتونن تشخیص بدن، ولی کن خب من الان تو نقش مدرسم. وقتی تو نقش مدرسم ترکیبی از چهار لایه‌ام برای اینکه بتونم با شما ارتباط درستری بگیرم، ولی لایه غالب من لایه سی هست دوستان. حالا بریم با هم دیگه بررسیش کنیم. افرادی درونگرای وظیفه محور، بریم ببینیم کیا هستن.
افرادی هستن واقع‌گرا، به شدت منتقد، انتقاد کننده، متفکر و منطقی، از دریچه منطق به زندگی نگاه میکنه، به شدت پشتکار داره. افراد تیپ سی کرفول، دقیق، آدمای اهل استانداردی هستن، استانداردها براشون بسیار مهمه. عدل و انصاف شاخصه بارز یک تیپ سی هست. به شدت آدمی حقیقت‌جو، قابل اعتماد و اطمینان. آدمای با سیاستی هستن، ولی دریچه سیاستشون از نگاه قانون هست، نه نگاه روابط انسان محورانه. افرادی کنجکاو و پرسشگرن، وارد یه محیط میشه سریع سوال میپرسه، سوالاتش زیاده. یادتون هست اول جلسه گفتم پا میشی میری یه جایی، کلاسی، میای خونه، مامانت هی سوال میپرسه، خب دخترم کلاس چجوری بود؟ میگی خوب بود. میگی خب مامان خوب بود یعنی چی؟ میگی که خب بابا خوب بود دیگه. میگه نه، چند ساعت بود؟ مدرست کی بود؟ چقدر درس خونده بود؟ چی کار کردین؟ جزوه دادن یا ندادن؟ چقدر شهریه بود؟ یه لحظه کلافه میشی، میگی مامان ولم کن دیگه، چقدر سوال میپرسی؟ این مامان شما مامانی هست با تیپ سی غالب. بسیار عالی. افراد پرسشگر، منطقی و به شدت متفکر، فکراشون هم از دریچه منطق هست. اصولا سردن تو روابط، خیلی جدی و رسمی هستن. بریم ببینیم، خیلی مهمون بازی رو دوست ندارن، خیلی هم رفیق باز نیستن دوستان، خیلی جزئیاتو میبینه، گاهن اطرافیاشو کلافه میکنه. نظم و انضباط براش خیلی مهمه، هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. حریم خصوصی و شخصی محدود رو داره. تصمیم گیری هاش بر مبنای محاسباته. دو تا چارتا میکنه، حتی تو ارتباطات بین فردیش. مثلا میگه دو تا من محبت کردم، دو تا هم تو باید انجام بدی. متاسفانه تو روابط عاطفی کمی این افراد سختگیرن و به هر حال اون شور و شعفی که شما تو تیپ آی او اس میبینی توی سیا نمیبینی. تو تربیت فرزنداشون خیلی سختگیرن. حالا مشاغلشون رو بگیم، شماشو اینجا نداریم ولی بهتون میگم. دوستان به نظر خودتون افراد تیپ سی چه شغلایی براشون خوبه؟ علیرضا میگه کارمند خوبه. کارمند چه حوزه ای علیرضا؟ محمد حسین میگه پزشک. مبارکه میگه فیلسوف و دانشمند، دبیر، معمار، برنامه نویس. مرسی علیرضا، برنامه نویس، دبیر ریاضی عالی بود. فاطمه رو تشویق کنید، مدیر مالی عالی بود. دوستان قاضی خوبی میتونه بشه، عالی بود. کاربر 27 تشویقش کنید، تشویقش کنید. افراد تیپ سی به واسطه عدل و انصافی که تو این لایه به شدت دیده میشه میتونن قضات بسیار توانمندی بشن. و ما وقتی که برها جلساتی با قضات محترم داریم، به این موضوع به شدت تاکید داریم که بالا بردن لایه سی نه به واسطه الزامن دیدن جزئیات، به خاطر ورود به دنیای عدل و انصاف شاخصه بارز این شغل هست. خیلی عالی بچه ها، عالی بود. و این ها مشاغلی هست، حسابداری، مالی، بانکدار میتونه تو حوزه تیپ سی به شدت دیده بشه، تو ریاضیدان هم کاربر 15. مرسی، عالی بود دوستان. خب همه اینا رو گفتیم، کاربردهای مدل جهانی دیسک رو هم بگیم. علیرضا میگه تو کارهای گروهی ضعیفن. درسته علیرضا، کاملا درسته، مگه اینکه روی هوش هیجانی خودشون، روی نقاط قوت خودشون کار کرده باشن و مهارت‌های نرم رو یاد گرفته باشن. دوستان این مدل توی بحث مشاوره و کوچینگ و استعدادیابی تحصیلی بلخص برای شما دانش آموزان عزیز بسیار پرکار بوده. جناب آقای مهندس امیری عزیز تشریف بیارن در مورد اینکه حالا چه اتفاقی بعد از این قرار بیفته. 4 تا لایه رو شناختیم، هر کدوم ویژگی های خاص خودش رو داشت. خیلی هاتون گفتین من تو بعضی ویژگی ها مثلا ویژگی آی رو دارم، اسم دارم، پس من کدومم؟ الان جواب همه سوالاتتون رو جناب آقای مهندس ارائه میدم خدمتتون. متشکرم آقای مهندس.
آقای مهندس، ما صدای شما رو نداریم. الان حل شد مشکل خواهد. الان حل شد. بله بله. درود بر شما. خدا قوت. واقعا لذت بردیم و همجوری که به بچه ها وعده داده بودیم و مطمئن بودم که امروز بعد از این جلسه‌ای که شما برگزار میکنید و این ارائه‌ای که به زیبایی مثل همیشه برای بچه ها بود، همجور که توی سوالاتشون هم دیدیم واقعا همزاد پنداری بسیار زیادی رو کردم. من سه تا مطلب رو خانم دکتر اگه اجازه بدید یادآوری کنم به بچه ها که یه خورده مبحث رو دقیق تر بچه ها درک کنن. نکته اول، خیلی از بچه ها بهش اشاره کردن، یک آدم میتونه تلفیقی از چهار تا لایه باشه. ما در مورد لایه غالب داریم صحبت میکنیم اینجا، یعنی هر کدوم از این لایه هایی رو که خانم دکتر به زیبایی اشاره کردن و شما خیلیاتون با اون لایه ها همزاد پنداری کردید و بعضی از اون لایه ها رو دیدید این بخشش رو دارم اما اینجا رو نه، این بخشش بله موانم دارم درش میبینم اما در این رویه وجود نداره. اینا لایه های غالب اون فرد میشه، اما همه ماها تمام این لایه ها رو داریم با شدت و ضعف مختلف. و زیبایی دیسک هم همینه دیگه، یعنی کاربردی که آزمون دیسک میتونه برای بچه ها پیدا کنه و کاربردی که این فرایند برای بچه ها داره، شناخت لایه های غالب فردیشون هست، خانواده شناخت لایه های غالب خانوادگیشون هست و حالا تو نحوه ارتباطاتشون. یه نفر که در لایه غالبش لایه مثلا اس وجود داره، این آدم آدم چالشی و مذاکره کننده ای نیست، نباید در شغل های رو پیدا کنه که نیاز به اون چالش ها، اون نشاط، اون هیجانی که در حالا مشتری یا اون کسی که داره باش مذاکره میکنه، اون نشاط و شادابی رو نمیتونه اجرا کنه و نباید هم ورود پیدا کنه. این نکته اول. نکته دوم این که همه لایه ها لایه های مفیدی هستند و باید افراد رو بر اساس اون لایه ها شما دسته‌بندی کنید. یعنی چی؟ یعنی توی روندی که الان وجود داره نمیتونیم بگیم این لایه هایی که مثلا دیا یا کسایی که دی سی هستن یا آی اس ها یا اون، اینا لایه های خوب هستن، اینا لایه های بد. نه، ما در جامعه به همه لایه ها نیاز داریم و ما در جامعه همون به لایه های غالبی نیاز داریم که بدونیم این لایه غالبی که الان دی سی هست جاش این نقطه هست و کسی که آی اس در اینجا باید قرار بگیره. من اول از شما یه عذرخواهی کنم، من یه 3-4 روزه حالا به قول ما که میام میگیم درگیر هم دردو شدیم، این صدای نخراشیده و بذارید در کنار صدای زیبای سرکار دکتر برج مقدم یه خورده از اون خلاصه بدی صدای ما کم میکنه، من عذرخواهی کنم از شما. و هیچ لایه ای رو نمیتونیم بگیم این لایه ها به درد جامعه میخورن، این لایه ها به درد جامعه نمیخورن. تلفیقی از تمام این لایه ها وجود بیاره که میتونه جامعه رو یک جامعه هدفمند کنه و شناخت این لایه ها کم کردن تعارضه. حالا الان میدونی اگه میای خونه مامانت هی میپرسه این چی شد اون چی شد، بگو ببینم چی درس دادن، بگو ببینم چی کار کردن، تیپ رفتاری مادرت اینه، تیپ رفتاری پدرت اینه. اگه یه دفعه میبینی بابا تصمیم گرفت رفت تو پارکینگ ماشین رو روشن کرد گفت بریم بچه‌ها می‌خوایم بریم مسافرت و توی سیستمی که الان شما هستید هنگید آقا برنامه چی کجا، لایه رفتاری پدر شما اینه. و وقتی که یک خانواده لایه‌های غالب رفتاری همدیگر رو بشناسه به کمترین تعارض می‌خوره. درسته خانم دکتر؟ خب تا در خدمت خانم دکتر هم باشیم، آقا ابوالفضل گفته ولی نصف بیشتر مادرها تیپشون اینه. خب آدم های احساسی تری هستن مادرها دیگه و دلسوزن و این دلسوزیشون رو و احساسشون رو انتقال میدن و اینه که شما میدونید که نصف بیشتر مادر این از لایه دلسوزی اسشون لایه اس فعالتر میشه، ربط خیلی به سی نداره. ببینید من یه توضیح هم بذارید بهتون بدم. کسایی که لایه رفتاری دی دارن
بسیار شیک پوشن، کسایی هم که لای رفتار آی دارن هم بسیار شیک پوشن، اما دیا شیک پوشیشون به این دلیله که بخوان قدرت و بر اصطلاحا از بالا نگاه کردن خودشون رو و سلطه‌گریشون رو نشون بدن، اما آی ها برای دیده شدن. یعنی آیه یه لباس، حالا به قول ما میگیم جلف یا جیغ میپوشه که شما تو خیابون میری اصلا میبینی، این لایه رفتاریش آیه، خب میپوشه که دیده بشه، اما دیه شیک پوشیش رو به خاطر قدرت طلبیش میاد این کار رو انجام میده. یعنی خیلی از رفتارهای مشابهی شما از لایه های متفاوت میبینید، اما دلیلشون کاملا فرق داره. یه لحظه تصویر شما اومد سرکار خانم و رفت، فرمایشی داشتید شما؟ نه جان مهندس، داریم از صدای شما و کلام شما، دانش شما، نکاتی که میگین استفاده میکنیم. مرسی. اختیار داریم، اختیار داریم. پس سه تا مطلب رو عرض کردم خدمتتون. یک، همه افراد لایه های مختلف رو داریم اما لایه بارزمون متفاوته. دو، لایه هایی که الان وجود داره، همه لایه ها برای جامعه مفیده و نیاز داریم در جامعه ما، فقط باید بدونیم در کدوم شغل و در کدوم دسته وارد چی که بهترین استفاده رو بتونیم انجام بدیم. و سومین ویژگی، خواهش میکنم ازتون، خواهش میکنم برچسب به هم دیگه نزن. یعنی الان یه چیز یاد گرفتی نرید تو خونه بگی مامان لایه سیت زد بیرون، الان دیگه هی نقش میکنی من آیه سوال پیش میکنی، هی میگی. باید بشناسیم که بتونیم به هم کمک کنیم. ما اینا رو داریم به هم آموزش میدیم که بتونیم این رفتارهای هم دیگر رو پیش بینی کنیم و به هم کمک کنیم. از این به بعد اگه مادرت این سوالا رو پرسید، شنونده باش، در کنار مادر باش. مادر وقتی میبینه یک داوطلب یا فرزندش لایه اس داره، دیگه از این به بعد میدونه بدون هماهنگی با فرزندش نباید دست به اتاقش بزنه. کیا الان اینجا یه نفر اگر بیاد توی اتاق و بدون هماهنگی وسایلاشون دست بزنه میرزن به هم؟ بله، ببینید این لایه ها اینجا خودش رو نشون میده. و الان دیگه اینا رو وقتی بشناسی، تعارضاتتون به حد اقل میرسه. و آخرین مطلب که میخوایم بریم و وارد پرسش و پاسخ بشیم، خواهش ازتون دارم. ما گفتم دیگه جلسه امروزمون یک جلسه متفاوتیه، یعنی الان دیدید نه در مورد درس خوندن با اتون حرف زدیم که همه اتون نالوین از این جلسه هایی که برگزار میشه، نه در مورد جزئیات. ما فقط خواستیم خودتون رو بشناسید، اطرافیانتون رو بشناسید و از این لایه های رفتاری بتونید به بهترین شکل استفاده کنید. و بدون شمایی که این لایه رفتاری داری، عیبای این لایه رفتاری رو بشناسید و بتونی بر اساس اون معایبی که الان از خودت درک کردی، اصطلاحاً لایت شد، یک لایه پخته برسونی و بتونی خودت رو به عنوان یک فرد کاملاً. الان ببینید خانم دکتر بعد مقدم تو فرمایشاتشون یه مطلب بود دیگه، گفتن من لایه غالبم سیه، ولی ببینید الان چقدر نشاط و شادابی رو شما در چهره ایشون به عنوان یک مدرس می‌بینید. چرا این اتفاق میفته؟ اگه خودشون نمیگفتن شده الان شما تشخیص نمیدادی. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون الان میدونه من به عنوان مدرس یه اتفاقی که باید الان برای افراد اینجا داشته باشم، روحیه نشاط و شادابی رو بهشون انتقال میدم و چقدر زیبا این کار رو امروز انجام دادم. خانم بعدی مقدرم در خدمتتون باشین. زنده باشین آقای مهندس، ما داریم استفاده میبریم از کلام شما و نکات بسیار خوبی که ارائه دادین. بسیار ممنونم. اگر صلاح میبینید جناب مهندس، حالا نمیدونم ما چقدر زمان داریم. خانم دکتر، ما الان 5 دقیقه به نظرم برای جمع‌بندی فرمایشات شما زمان میذاریم و بعدش پرسش و پاسخمون رو که انشاءالله تا ساعت 6:30 که بچه‌ها وعده داده بودیم، جلسه‌مون رو ختم کنیم. بسیار متشکرم. خب میخواین آقای مهندس، شما در خصوص مدل کلیفتون هم قرار بود یه صحبت کوتاهی داشته باشیم و بعد به پرسش و پاسخ بپردازیم اگر صلاح دارید. البته ببینید، مدل من یه توضیح اولی به بچه‌ها بدم. به غیر از این مدل جهانی دیسک که توضیحات کامل شما فرمودید که به رفتارشناسی میپردازه، همونجور که در ابتدای جلسه هم گفته شد و ریز مبحث‌های امروز فقط خود باشه همون حاضرین
مدل جهانی دیسک بود. اما برای اینکه بچه ها بدونن و این آگاهی رو داشته باشن که به غیر از این ما یه سری آزمون‌های استعدادیابی هم در کنارش داریم که لایه دقیق‌تری و عمیق‌تری رو از فرد که حالا یکی از اون مدل‌ها مدل آزمون جهانی کلیفتون هست که نام یکی از روانشناسان معروف آمریکایی روش گذاشتن، آقای دکتر کلیفتون، این رو هم فقط تیتروار من الان خدمت بچه‌ها توضیح میدم، اما خودش یک جلسه کاملاً مفصلی رو میبره و اونجا باید کامل بهش پرداخته بشه. فقط همین قدر بدونن بچه ها که به غیر از آزمونی که به نام آزمون دیسک برگزار میشه که در حوزه های مختلف، در حوزه خانواده است، در حوزه دانش آموزی و در حوزه حرفه ای آزمون دیسک برگزار میشه، آزمون کلیفتون هم به پیدا کردن استعدادهای افراد میپردازه. فقط همین رو بدونید که دو تا قانون داره این آزمون کلیفتون. قانون اول میگه همه انسان‌ها استعدادهایی رو دارند که این استعدادها در لایه‌های مختلف مورد بررسی قرار میگیره، که در دو تا قانون این رو عنوان میکنه. قانون اول میگه که هیچ فردی رو نمیتونی پیدا کنی که هر 34 تایی که آقای کلیفتون میگفت و ایران هم دو تا بهش اضافه کردن در مدد ایرانیزش به قول ما این 36 تا، هیچ فردی رو نمیتونی پیدا کنی که تمام 36 نوع استعداد رو داشته باشه. قانون اول. و قانون دوم، هیچ فردی رو نمیتونی پیدا کنی که حداقل آقای کلیفتون میگه 5 تا، ولی الان چون دو تا بهش اضافه شده 34 تبدیل شده به 36 تا میشه 7 تا، هیچ فردی رو نمیتونی پیدا کنی که 7 تا استعداد برتر نداشته باشه. و آقای کلیفتون که معروف به روانشناس مثبت نگر هست و نقاط قوت رو خیلی روش تکیه میکنه، به همین دلیل هم اسم آزمون رو روی ایشون گذاشتن، میگه اونا رو ولش کن، بذار کنار، بیاد این 7 تا استعداد برتری رو که ما ازش نام میبریم و اونها رو میخواییم شروع کنیم بهش پرداختن، بیاد رو اینا شروع کن تمرکز کردن. و اصلا نقاط ضعف یا استعدادهایی که شما ممکنه در 15 به بعد باشه، 16، 17 تا 36 هرچی کردن هست، اینا رو میگه رها کن. این دوستمون که پزشک آینده جناب آقای دکتر ابوالفضل هم نوشتن که این حس بسیار خوبی رو همین آیدیشون بهمون انتقال داد، دقیقاً داره درست میگه. میگه خب ممکنه دوستشون نداشته باشین، امکان نداره، یعنی در 7 تا استعدادی که برای شما از بر اساس آزمون ازت شناسایی میکنه، قطعاً تو 7 تا استعدادهای دوست داشتنی برای شما اتفاق میفته. و از اون طرف آقا ابوالفضل عزیز و در ادامهش میگه که اگر دیدی جز اون 7 تای اول جز استعدادهای اصطلاحاً به قول شما دوست داشتنید نیست، میتونی از استعداد 8 تا 14 استفاده کنی، اونا رو نگاه کنی، ببینی کدوم ها هست که مثلا اونا رو دوست داشته باشی، پرورش بدی. این بحث پرورش استعداد که میگم دقیقا تو همین نقطه ورود پیدا میکنه. اما میگه از استعداد 15 به بعد نه دنبالش برو نه پرورش بده. اگرم در سازمانی هستی که این استعداد رو نیاز داری که ازش بهره مند بشین، که دیگه برو استخدام کن، برو دنبال اون آدم هایی که اون استعداد جز 7 تای اولشون هست، این آدم رو پیدا کن و در کنار خودت استخدام کن. اون وقت مؤسسه تو یک مؤسسه کاملا باروری میشه. این خیلی بحثش مفصله، الان ازش رد میشیم چون نمیخوام زمان بیشتر از این گرفته بشه، الان تو این پرسش و پاسخ ها رو انجام بدیم. خب دکتر بریم پرسش و پاسخ ها از آقای علیرضا خان که سوالشون خیلی طولانیه، خود خوندنش فکر کنم 2 دقیقه طول میکشه، ولی میخونیم. ما میبینیم داریم سکوت میکنیم، سوال طولانی داریم سوال میخونیم. و از اونجایی که لایه سی سرکار خانم هرجمالتن به شدت بالاست و دقت زیادشون، این سوال رو ایشون با دقت کامل قطعا پاسخ خواهند گفت. بچه بذارید بلند بخونم.
گفته که من اهل طبیعت گردی ام، دوست دارم از جاهای دیدنی بازدید کنم، جهانگردی کنم، عاشق تفریح با خانواده‌ام و دوست دارم که دوست صمیمی داشته باشم، از محدودیت خوشم نمیاد، خیلی دوست دارم دوستایی که با هم صادق باشن باشون درد و دل کنم و اینکه واقعا آگاهی و اینکه واقعا این احتمال پاسپورتی گاهی ها، حالا منظورش رو متوجه نشدم، گفته گاه احتمالا گاهی بوده، گاهی برای هدفی که داشته باشم می جنگم و به شدت هم جنگ می کنم، دوست دارم شیک لباس بپوشم، بیشتر تیپم رسمیه ولی اسپورت رو هم خیلی دوست دارم. میشه گفت ترکیبی از دوتا تیپ اسپورت و رسمی هستم، عاشق رنگ سرمه‌ایه و بعضی وقتا هم صورتی. این تلفیقی از همه لایه هاش داره میزنه بالا و اینکه خیلی آینده نگرم و برای آینده برنامه ریزی دارم. میشه بگه جزو کدوم تیپ و چه شغلهای مناسب هم تو خدا جواب بدیم. یه توضیحات کوتاهی رو خواهم دکتر میگن ولی توضیحات بیشتر هم آخرش بدون. زنده باشین، مرسی، مرسی که زحمت کشین جناب ایمانس. من اسم این دوست عزیزمون علیرضا بود اگه اشتباه نکنم. علیرضا جان عزیزم، شما توضیحات خیلی خوبی در مورد خودت دادی، خیلی قشنگ خودتو تحلیل کردی. من بهت اول تبریک میگم اینکه به این زیبایی تونستی در مورد خودت تحلیل بکنی، حرف بزنی و این نشوننده اون بلوغ و آگاهی تو نسبت به خودته. اول که این تشویق رو بهت دارم. بحث بعدی، بحث بعد این که همونجور که جناب آقای مهندس گفتن، ما آدم ها ترکیبی از چهار لایه هستیم. شما زمانی که تست اصلی دیسک رو بزنید به شما یه کد رفتاری داده میشه که 4 عدد هست. این اعداد برای هر فردی، هر کدوم از لایه ها، پایین ترینش 1، بالاترینش 7. یعنی مثلا من خانم بدری مقدم کد رفتاریم شده 63-17، یعنی لایه دی من شده 6، آی من شده 3 از 1-7، هر کدوم از 1-7، اسم شده 1 و سیم شده 7. برای علیرضای عزیز هم همینجور کدی باید بیاد بیرون، یعنی باید آزمون رو بدی تا اینکه کد رفتارید بیاد بیرون. از اونجایی که بعد از اینکه کد رفتاری شما اومد بیرون، ما یه جلسه مصاحبه با شما خواهیم داشت طبق گفتگو و تو گفتگو سعی میکنیم که یه سری مسائل رو بکشیم بیرون که از طریق اونها بتونیم اون لایه اصلی شما رو تشخیص بدیم و بر مبنای اون بتونیم بهت کمک بکنیم که برای آینده شغلی خودت برنامه بهتری رو تدوین بکنیم. با توجه به این که نوشتین من اهل طبیعت گردیم، عاشق خانواده ام، محدودیت رو دوست ندارم، اون قسمت طبیعت گردی و خانواده دوستی و به هر حال دوستان صمیمی بیشتر نوید میده به من که لایه اس پررنگی تو این حوزه داری. ولی اونجایی که گفتی محدودیت رو دوست ندارم، صداقت رو دوست دارم، دوست دارم با دوستایی باشم که با هم صادق باشن، هدف میذارم، برای هدفم میجنگم، یکم از لایه های آیت داره صحبت میکنه که این دوتا لایه در گام اول میتونه پررنگ تر باشه، چه بسا که لایه های بعدیت هم میتونه مثلا دی و سی شما هم میتونه برها نمرات متفاوت تری داشته باشه که در نهایت یک کد برای شما میده که برای ما مهمترین آیتم اون کده هست، نه اینکه الزاماً خودمون فقط بخوایم در موردش صحبت بکنیم. اون کده هست که مسیر زندگی ما رو تغییر میده و یه جایی به بعد متوجه میشیم که کدوم لایه ها قابلیت ارتقا دارن و روی کدوم نقاط قوتمون میتونیم متمرکز بشیم که آینده خودمون رو به نحو شایسته تری رقم بزنیم. خب علیرضا جان، پیشنهادم بهت این هست که حتما تست دیسک رو بزنی، در خصوص کد رفتاری و موارد دیگه ما در خدمتت هستیم که بیشتر بهت کمک کنیم که نتیجه بهتری رو کسب کنیم. متشکرم جناب مهندس. باش میکنم. آقا علیرضای عبدی گفته که تیپ سی هستم، حالا احتمالا مخصوص ویژگی هایی هست روز داری میزنه و میدونم که تو کار گروهی بسیار ضعیفم و علاقه شدیدی به دنیای خودروها دارم و میخوام رشته مکانیک خودرو رو برم، اما مشاوره و معلم‌ها بهم میگن که رشته آیتی مناسبته و استعداد خوبی در اون داریم و خودم هم بهش علاقه دارم. نظرتون؟ ببین آقا علیرضا، حالا چون خودم هم رشته کارشناسی، رشته تحصیل مکانیک سیارات البته من خوندم، برای انتخاب رشته فقط آزمون دیسک هیچ شما کفایت نمیکنه. آزمون دیسک آزمون رفتارشناسی. برای اینکه بتونی انتخاب رشته صحیح و کاربردی داشته باشی حتما باید در کنارش
سه تا آزمون دیگه هم شما انجام بدید. یکی آزمون رغبت سنجی، حالا معروف به آزمون هالند هست. رغبت سنجی رو ببین اصلا شما علایق فردی چی هست در میاره. آزمون دوم آزمون استعدادیابی کلیفتونه، همین که یه توضیحاتش رو دادم. ببین حالا اون چیزی که علاقه داری، آیا استعدادت هم همینی که الان داری میگی؟ معلم‌ها خب قطعا یه چیزی در شما دیدن که پیشنهاد به شما دادن، اما اون دیگه ببین این آزمونی که دارم بهت میگم 89 تا سوال دو قسمتیه، یعنی تقریبا یه سی هولوش 180-90 تا پارامتری باید بخونی، آنالیز کنی، جواب بدی. یک ساعت تقریبا زمان این آزمون هست اگه بخوای حرفه‌ای آزمون ازت گرفته بشه. تلفیقی از این آزمون ها میذاری کنار هم دیگه، یعنی تیپ شخصیتیت، نوع استعدادت و رغبت سنجی خودت رو که الان هست، حالا میتونی حرفه‌ای ترین و بهترین انتخاب رشته رو انجام بدی. اون موقع راحت میتونید بهت مشاوره بدیم که چه اتفاقی میفته. و خواهش میکنم با 4 تا آیتمی که در خودتون میبینید، 4 تا چیزی که الان اونجا گفته شد، یه دفعه جمع‌بندی نکنید من این تیپ هستم، من این تیپ نیستم، من پس برم. نه، بذارید یه کار علمی صورت بگیر. الان ببین همین آزمون دیسک الان در گوگل شما سرچ کنید، دنیای آزمون دیسک میاد، بالای 80-90 درصدشون هم رایگان. آخرین گزارشی هم که بهت میده مثلا تو میگه رنگ زردی، آبی هستی، قرمز هستی، اصلا میگه خیلی دیگه بهت حال بده، مثلا میگه دی سی هستی، میگه آی دی هستی، های دی هستی. یعنی دیگه این ته گزارشی که الان میده. الان تو سایت سیناتیک ما، چون این چیزی که من اول جلسه گفتم واقعا از دغدغه شخصی خودم اومد، یعنی تو 18 سال مدل‌های مختلفی رو دیدم که این اتفاق براشون افتاده، من واقعا میتونم به جرئت بهتون بگم یکی از بی‌نظیرترین تحلیل‌ها و کامل‌ترین تحلیل‌هایی که بعد از آزمون بهتون میگه مجموعه سیناتیک بلا شک. اصلا مجموعه مال ما نیست، سایش ربطی هم نداره. اگه دقت کنید یه سری استعدادها اصلا از همون مؤسسه ما قرض گرفته بودیم برای اینکه این رسالت کپی رایت رعایت بشه، حتی با لوگو خود مؤسسه سیناتیک اون پاور رو حتی اونجا گذاشتیم. اما این رو بدونید واقعا تحلیلش کامله و جزئیات دقیقی رو به شما میگه و میگه اگر من یه فرد دی سی ام، سرکار خانم بدر مقدمم یه دی سی هستم، با هم دیگه کاملا متفاوتیم. الان سرکار خانم بدر مقدم فهمیدن دی سی با کد رفتاری 7117 فرمانده سرکار خانم 6317، من با کد رفتاری 5345 هم. یعنی ببینید همه لایه های من تقریبا درگیره، اما من میشم دی سی، شما میشه. یعنی اگه تو یه آزمون رفته بودیم حسن بیرون ما شرکت کردیم، جفتمون میگفت دی سی هستیم، ولی کاملا با هم متفاوتی توی نوع تیپ رفتاری که هست. خواهشی که ازتون میکنم اگر میخواید این کار رو انجام بدید، حتما از یک مؤسسه معتبر باشید. حتی ما این امکان رو هم فراهم کردیم، حالا آخر جلسه عرض میکنم کسایی که مایل باشند آزمون رو بخوام بدن، ما حتی هماهنگیش هم با مؤسسه سیناتیک کردیم. اولا آدرس سایت مؤسسه سیناتیک هست، میتونید برید اونجا آزمون رو بدید. مؤسسه راه پویا، یعنی راه پویا .ir RAHENO، حالا میگم الان تگ کنم بچه اینجا راه پویا .ir، میتونید اونجا هم برید آزمون حالا دیسکریپتون هر کدوم که خواستید اونجا برید تهیه کنید. ولی چون ما با مؤسسه صحبت کردیم یه تخفیف 20 درصد برای کسایی که حاضر در جمع هستن انجام دادیم. الان اینجا چون از نقاط مختلفی هستید، اسم و فامیل و شماره تلفنی که تو واتساپ بتونید باهاتون ارتباط بگیریم و اسم شهرتون رو بگید که از همونجا دفتر باهاتون تماس میگیرن، هم در مورد آزمون کمکتون میکنن، همین تخفیف 20 درصد رو میدم خدمتتون، و هم که شما رو در ادامه فرایند میتونن کمکتون کنن. خواهش پس ازتون میکنم بابا علیرضا با چند تا پارامتر سریع به خودتون لیبل نزنید. ببخشید خیلی حرف زدم، سوال بعدی رو شما رو فهمید سریع کنم. زنده باشین. سوالات دوستان جناب مهندس بیشتر در خصوص خواهم دکتر صداتون ما نداریم. من از خواهی میکنم الان صدامو داریم. بله. ریحانه عزیز گفته پدر و مادر من خیلی دانشگاه فرنگیان رو دوست دارم ولی هیچ کدوم نرفتم. من خودم شغل دبیر رو دوست دارم ولی رشته های دیگه هم مد نظرم هست.
هر بار میخوام در مورد علاقم حرف بزنم با شوق و ذوق که معلمی هم یکیشونه، میگن برو فرهنگیان دیگه. من واقعا ناراحت میشم، حتی باعث شده من در درون خودم هم گارد بگیرم به این رشته. باز چی کار کنم؟ ببین ریحانه عزیزم، شما باید در گام اول خودت رو پیدا بکنی. یعنی اگر شما یه نگاه کاملا دانشی نسبت به توانایی ها، دانش و پتانسیل خودت داشته باشی، نسبت به جهان پیرامونت که اون جهان پیرامون یکیشون دانشگاه فرهنگیانه، که علتی که مامان بابای من دانشگاه فرهنگیان رو مثال میزنن چی هست، مزایا و معایبش چیا هست، آیا یه فرصت برای من یا یه تهدیده. در گام اول پس میرسی به خودشناسی، در گام دوم به جهان پیرامون شناسی. این که الان علتی که مامان بابا میگی که مثلا چون خودشون نرفتن میخوان من برم، یه جورایی باید موافقم، ولی ازت میخوام که بری اطلاعات بیشتری کسب کنی. چه بسا شاید این انتخاب از نظر اونا که انتخاب استاندارد شده ای هست به نفع تو باشه. لذا الان نمیتونم وارد اون مبانی تخصصیش بشم، ولی تنها خواهشی که ازت دارم اینه که حتما روی اون لایه‌های اصلی خودت شناخت پیدا کنی، نقاط قوت خودت رو پیدا بکنی و بعد بتونی با اونا در مورد اونا با پدر مادرت حرف بزنی. خیلی وقتا من خودم فرزند دارم ریحانه جان، اگر استعدادهای فرزندم رو از زبان خودش بشنوم خیلی راحت تر میتونم بهش کمک بکنم که آینده شغلی مناسب تری رو برای خودش رقم بزنه. زمانی که من فرزند میام به مامانم میگم من دوست دارم به فرض بازیگر بشم، ولی هیچ توضیحی ندارم برای بازیگر شدنم. خب چرا دوست داری بازیگر بشی؟ خب دیگه دوست دارم. ولی اینکه خب دوست دارم یعنی اینکه من نمیدونم چرا بازیگری برای من مناسبه. پس بهترین گام ریحانه عزیز در مورد اون شغلی و دانشگاهی که نسبت بهش علاقه من هست باید اطلاعات رو ببره بالاتر و سپس بره تو فاز ارتباط برقرار کردن. یعنی لایه آی خودش رو اگه پایین هست کمی تو اون لحظه لایه متقاعد کنندگیش رو اعتدال ببخشه، بالاتر ببره، معتدلتر بکنه و سپس با یک زبان مشترک مناسب با مامانش صحبت بکنه، با باباش صحبت کنه، دلایلش رو بیاره و سپس بتونه به اونها هم کمک کنه که اونها همراه بشن. پس بهتره که با خودت نجنگی، گارد نگیری تا اینکه بتونی انتخاب مناسب تری رو انجام بدی با آگاهی، دانش، اطلاعات، بهره‌گیری از مشاورین و متخصص و ابزارهایی که حالا ما دو سه تاشو امروز بهتون معرفی کردیم. دیسک یکی بود، رغبسنج هالند، تست کلیفتون هست، هوش‌های هفت‌گانه گاردنر هست، تست ایکیو هوش هیجانی هست. اینا یه مکملن، همه در کنار هم میتونه یه پکیج باشه که به من ریحانه کمک میکنه در گام اول به یک آگاهی دقیق علمی ابزار محور از خودم برسم، سپس بتونم به معلمم، به مدرسم، به همکلاسیام و بلخص پدر مادرم طوری در مورد خودم صحبت بکنم که اونا متقاعد بشن که واقعا انتخاب من یک انتخاب صحیح هست. خب جمعان بسرکرم سپرش میکنم. یکی از داوطلبا در مورد رشته پزشکی سوال کرده، گفته کدوم لایه‌ها چون قول داده بودید، گفتم یادتون نره. آره من رو صاحبت خیلی دیدم، این دوست عزیز اسم کوچیکشون رو یادم رفت، کاربر نوشته محمد حسین اگه اشتباه نکنم، محمد حسین بود، خیلی تکرار کرده. آره دوست عزیزم در مورد پزشکی آیه مهندس کد خودشون رو یه لحظه گفتن، دیدین که چه کد نرمالی هست. الان من در مورد خودم باهاتون حرف بزنم بچه ها، من لایه اسم پایینه، یعنی اینکه ثبات محور بودنم پایینه. خیلی وقتها این عدم ثبات محور بودنم برای محیط پیرامونم بلخص تو حوزه کار شاید آسیب زننده باشه. یه پزشک باید ترکیبی از این چهار لایه با اعداد نرمال باشه. اگه 30 دوست عزیزمون بالا هست، تا زمانی که وارد حوزه پزشکی بشه بسیار تا بسیار کمکش میکنه، چون در دوران تحصیل برها خودتون میدونین بچه های رشته پزشکی چه بار دانشی سختی رو باید متحمل بشن در طول این سالها. در کنار اون باید لایه های ثبات محور خوبی هم داشته باشن تو حوزه تحصیلشون. وقتی درس تموم شد وارد بستر کار که شدن، به واقع بلخص باید لایه دیشون سریعا ارتقا پیدا بکنه و میتونم از کلامم نتیجه گیری بکنم که یک کد DC شبیه کد جناب آقای مهندس امیری عزیز
میتونه یک کد مناسب برای حوزه رشته پزشکی باشه. تو دوران تحصیل CS مناسب تره، یعنی زمانی که داره رشته پزشکی رو میخونه تو دوران دانشجویی CS مناسب تره، دیه خیلی بالا نباشه اشکالی نداره، ولی وقتی وارد بستر شغل شد و قرار شد به عنوان یک پزشک ایفای نقش بکنه، حتما یعنی الزاماً باید لایه دی تسلط بر امور، مهارت مدیریت احساسات و غیره رو به واقع ببره بالا تا اینکه بتونه در حوزه کاری خودش تبحر کافی رو به دست بیاره و اعتماد به نفسش رو از دست نده، در شرایط بحران مدیریت بحران بکنه. دوستان اگه دوستانی دارین که رشته پزشکی میخونن یا اینکه فارغ التحصیل شدن و الان دارن نقششون رو در بیمارستان ایفا میکنن، بریم ببینید این بزرگواران اگر لایه دی بالا نداشته باشن با گذر زمان فقط بخوام بالای اسشون پزشکی بکنم باختن مسیر رو. لذا همه این موارد قابلیت ارتقا داره. نگران نباشید اگر سیتون فقط بالا هست یا استون فقط بالا هست، به خودتون کمک بکنید با کسب مهارت‌های متفاوت لایه دیتون رو ببرید بالا که انشالله بعدها در حوزه شغلی و اجتماعی، بلخص در حوزه های انتخاب های متفاوت زندگیتون. یکی از انتخاب هایی که شما عزیزان من تو این سن بین مثلا سنین 14 تا 18 سالگی تجربه میکنید و در دنیای فعلی ما بحث روابط عاطفی در بسترهای مجازی هست که من به واقع امروز فرصت رو ندیدم که در موردش صحبت بکنم. لذا نیاز هست که لایه دی تسلط بر امورتون رو ببرید بالا. نگاهتون فقط از دریچه انسان محوری به تنهایی نباشه. خیلی وقتها عزیزان تیپ اس و آی ما به واسطه اون نگاه مهربون انسان محورانشون در دامهایی میفتن که تا بخوان بجنبن و خودشون از اون شرایط نجات بدن، آسیب ها و تبعات بسیار زیادی براشون خواهد داشت که آینده و سرنوشتشون رو خراب خواهند کرد. لذا از شما خواهشی که دارم تلاش بکنید لایه هاتون هر آنچه که هست الان تشخیصش دادین تو لایه های دیگه انعطاف لازم رو به وجود بیارید و ارتقا بدید با کسب مهارت. مرسی. درود بر شما. فاطمه خانم، مهسا خانم، آقای قاسمی، چون رو رد میشم چون سوالشون مشترک است، همه سوال کردید چجوری با لازمون بتیم کجا میتونیم. عرض کردم الان میتونید هم لینکش رو بالا براتون گذاشتم، مستقیم برید تو سایت راه پویا و از اونجا آزمون رو تهیه کنید. اما برای اینکه شما در این جلسه حضور داشتید میتونید با 20% تخفیف این کار رو انجام بدید. این سایت این امکان رو نداره که بتونیم تخفیف رو از اون سایت سیماتیک یا سایت راه پویا بگیریم. به همین دلیل گفتم الان این پایین دوستانی که مایل هستن این اتفاق براشون بیفته، حالا در هر کدوم از حوزه اسم و فامیلشون، کدوم شهر و شماره همراهی که بشه تو واتساپ باش ارتباط گرفت، این سه تا مشخصات رو بنویسن حتما باشون ارتباط گرفته میشه در اولین فرصت که بتونن روندش رو، حالا اگه مایل بودن، بهشون بیشتر کمک کنه. آقا مازیار سوال کرده که من بیشتر دوست دارم لباسای تیرو سفید بپوشم، چون بر اساس روانشناسی کسایی که این نوع لباسا رو بپوشن دوست ندارن زیاد دیده بشن. آیا من تو لایه سی هستم؟ مازیار عزیز، با یه گزینه نمیتونی به نتایج خوبی برسی. باید خودت رو مثل دوست عزیزمون ریحانه، دیدین چقدر قشنگ توضیح داده بود در مورد خودش. من ازت یه درخواست دارم مازیار عزیز، حالا که تو کلاسیم خب و انتهای دورمون هستیم، برای خودت به طور کامل توی یه برگه کاغذ آ4 هر آنچه که از مازیار میدونی بنویس. یعنی اجازه بده ذهنت باز باشه، هیچ گونه محدودیتی برای ذهنت ایجاد نکن. اصلا نگران نباش که مثلا امکان داره کاغذ منو کسی بخونه. برای خودت به تنهایی برای مازیار در مورد مازیار حرف بزن. مازیار رو به طور کامل برای مازیار معرفی کن. فرض کن الان تو یه جلسه هستی و میخوای مازیار رو معرفی بکنی برای دیگران. لذا باید به چی اشاره میکردی که دیگران بتونن تشخیص بدن مازیار کدوم لایه پررنگتر رو در رفتارش میتونیم ببینیم. این که فقط من لباسم مثلا انتخاب میکنم بین سفید و تیره، یه بحث کوچیکی از این فرایند هست.
اگه بخوای بری تو بحث تحلیل رفتار، به من بگو زودرنجی، سریع تصمیم میگیری یا کند تصمیم میگیری، به من بگو که انعطاف داری یا نداری، به من بگو اعتماد به نفس تو شرایط متغیر چجوری هست، به من بگو که وفاداری نسبت به آدم ها یا گاهن ترجیح میدی که بر مبنای منافع خودت هدف رو بذاری، اینا رو در نظر بگی. پس سعی کن وقتی مازیا رو میخوای معرفی بکنی، الان که جلسه دیگه نداریم ولی رو کاغذ خب کامل معرفی بکنی، اگه شرایطی ایجاد شد که من با جلسه ای داشتیم با آقای مهندس به امید خدا اونجا لایه‌هاتو بررسی می‌کنی. یه نکته دوستان بهتون بگم که متوجه بشید که مدل جهانی دیسک چقدر عمیقه و علتی که از این ابزار در سطح جهانی استفاده میکنن چی هست. این مدل 4 تا لایه اصلی رو به شما معرفی کرد. از تو دل اون 4 تا لایه 15 تا الگو رفتاری به دنیا میاد، به وجود میاد. یکی میشه DC، یکی میشه DI، یکی میشه High DI، خب IS SI، خیلی زیادن. 15 تا الگو رفتاری متولد میشه. این 15 تا الگو رفتاری 2500 تا کد رفتاری به ما میده. من میشم DC، جناب آقای مهندس امیری هم میشه DC. کدا با هم فرق داره، لذا رفتارها متفاوته. پس دوستان متوجه باشین که نگاهش بسیار عمیقه. پس بهترین گزینه این هست که تستی رو بزنید که استانداردها رو رعایت کرده باشه، به شما یک کد دقیق و یک تحلیل علمی بده. انشاءالله بعد از زدن تست ها همونجور که جناب آقای مهندس فرمودن ما در خدمتون هستیم، راهنماییتون میکنیم. البته فقط برای بحث استعدادیابی نیاز هست که ابزارهای مکمل رو هم داشته باشیم، ولی برای بحث رفتاری و ارتباطات بین فردی، خودشناسی، دگرشناسی و اینکه حالا نگاهی استعداد محور هم به خودم داشته باشم، در گام اول دیسک میتونه کمکت کنه. ولی اگه میخوای وارد فرایند انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شغل آینده و غیره قرار بگیری، باید ابزارهای متفاوت رو هم در نظر بگیریم. مرسی دوستان عزیزم، سوالاتتون بسیار خامه. بعد از مقدمه با توجه به اینکه زمان تموم شده، اما من اگه اجازه بدید 5 دقیقه دیگه هم زمان از شما بگیرم. مرسی، نه خواهش می‌کنم. یه چند تا یه سوال خیلی خوب پرسیده خانم محشید یوسفی، گفته برامون آزمون باید کدوم حالتمون رو در نظر بگیریم، چون ما تو هر شرایطی رفتاری داریم. کاملا درسته. وقتی شما وارد حالا سایت جامعه های مهندس فرمودن بشید، برای شروع زدن تست از شما میپرسه محیط اجتماعیه، محیط کار یا منزل. پیشنهاد من این هست که شما محیط اجتماعی رو انتخاب بکنید، چون رفتارهای ما در محیط رو بیشتر اون سبک میتونه بسنجه. و چون قرار هست که نگاهمون بره به سمت شغل آینده، به نظر محیط اجتماعی براتون مناسب تر باشه. البته حالا اگه یه سری افراد خیلی تعارضاتشون شدید هست با خانواده و این قضایا و مسائل خانوادگی و روابط عاطفی و غیره دارن، محیط منزل رو انتخاب بکنن. ولی یه موضوعی رو بهتون بگم، خروجی تست به اون شدت تو این قضیه تغییراتی درش ایجاد نخواهد شد. ما کد رفتاری شما یه الگو ذاتی به شما میدیم، یه الگو طبیعی که تحلیل اینها بیانگر نقاط استرس و حساس شما و فشارهای شما هست که قرار هست انشالله به امید خدا بعد از زدن تست مورد سنجش قرار بگیره. بحث بعدی دوستان، جناب آقای مهندس ببخشید من فضا پرمیدون. من یه سوال آقای علیرضای عزیز پرسیده، آزمون MBTI رو پرسیده. مرسی علیرضا جان که سوال خوبی پرسیدی. اگر اجازه بدین جاهای مهندس به این موضوع هم اشاره بکنم. دوستان آزمون MBTI نگاهش بیشتر سازمانیه، تست شخصیت شناسیه. شخصیت ما آدم ها دوستان مربوط به 2 تا ویژگی یا 3 تا ویژگی نیست، یعنی باید ارزش ها، باورها، نگرش ها، ویژگی های درونی ما، حتی هویت ما رو به چالش بکشه. لذا تحلیل آزمون MBTI و اینکه کاربرد اون برای دوران تحصیلی شما که هنوز خیلی شما تا زمانی وارد اجتماع بشی کلی از نظر سیستم نگرشی و ارزشی تغییر میکنی، نمیتونه ابزار مناسبی باشه علیرضا جان. پس به نظر من اگه قرار هست که تو فاز شخصیت شناسی با تمرکز بر حوزه رفتار ورود بکنی، بهترین گزینه برای شما مدل جهانی دیسک هست.
MBTI رو برای سازمان ها من پیشنهاد میکنم، نه برای حوزه دانش آموزی. برای حوزه دانش آموزی جز ابزارهای مناسب نیست. مرسی علیرضا. خب دوستان دیگه سوالی هست بفرمایید. عکس لایه ها رو بذاریم تا خودمون دوباره درباره خودمون تحلیل بکنیم. شاید پاورپوینت دوره رو نمیدونم جناب مهندس امکان دانلود داره نداره که دوستان ببینن. حتما ما این حالا همونجوری که بچه ها میدونن ما سلسله برنامه هامون هست و قطعا در همینجا تموم نخواهد شد. ما جلسات مختلفی داشتیم با بچه ها در حوزه تحصیلی، در حوزه تغذیه، در حوزه اولیا. حالا امروز بنا به فراخور زمانی حضور شما بودیم و این حوزه. من باز هم برای آخرین بار دوستانی که چون خیلی پیام ها زیاد بود رفت پایین من از دستم در رفت، ولی برای آخرین بار عرض کنم که اگر مایل هستید که از تخفیف 20% استفاده کنید، حتما اینجا باید مشخصاتتون رو ستاینی اسم و فامیلتون یه شماره‌ای که با واتساپ بتونم باتون ارتباط بگیرم و از کدوم شهر هستید این رو حتما دوتو فرمایید، این پایین قید بفرمایید که این فرصت رو از دست ندید. اگرم که خواستید میتونید خودتون مستقیم ورود پیدا کنید، ولی دیگه تخفیف جلسه امروز رو از دست میدید. باز هم تاکید میکنم چون یکی از دوستان ما نوشته بود بازاریابی هیچ ربطی به ما نداره، الان این دیگه فرایند مؤسسات رو شما میدونید، یه کار فرامؤسسه‌ای داریم انجام میدیم به جهتی که میدونم خیلی بهتون کمک میکنه تو این فرایندی که هست. حالا تو هر بخشی که فکر میکنید نیاز دارید، چه تو بخش استعدادیابی، چه تو بخش رفتارشناسی، چه تو بخش رغبت‌سنجی، هر چیزی که واقعا فکر میکنید که نیازتون هست، اگه بخواید از این فرایند استفاده کنید همین الان لطف فرمایید اسم و فامیلتون، از کدوم شهر هستید و شماره همراهی که میشه از طریق واتساپ با شما ارتباط گرفت که حتما بتونم همکارا از اون طریق با شما ارتباط بگیرن. خانم دکتر بدری مقدم واقعا استفاده کردیم، متشکرم. ممنون از شما. فکر میکنم بین 30 تا 40 تا از سوالات بچه ها بود متاسفانه، بله، ولی خب من دیگه زمان این اجازه رو به من نمیده. من بازم از شما ممنونم و همینطور جلسه من خیلی طولانی شد ولی همچنان موندن این حجم از لطفی که به ما داشتن و دارن بچه ها و جمع‌بندی پایانی شما رو میشن. سپاسگزارم. متشکرم از شما، خیلی خیلی محبت کردین. متشکرم از تک تک فراگیران عزیز، چه والدین چه دانش آموزان عزیزی که به هر حال امروز با اون که میدونم به هر حال مشغله های تحصیلی دارن، خانواده ها به هر حال مشغله های کاری دارن، نزدیک عید هست با ما بودن، صدای ما رو شنیدن. خیلی خیلی ازشون ممنونم. ممنونم از جناب مهندس که به هر حال با اون نگاه بسیار عمیق خودشون و تشخیصی که این ابزار میتونه به شما یه دانش آموز در این مقطع تحصیلی کمک بکنه، از ایشون هم بسیار تا بسیار سپاسگزارم. از مجموعه راه پویا بسیار ممنونم بابت برنامه‌ریزی این دوره. دوستان فقط به یه نکته اشاره بکنم، اصلا چرا ما در مورد این مدل صحبت کردیم؟ اول جلسه بهتون گفتم اگه ما با آدما بتونیم همدیگه رو درک بکنیم، من به یه نکته اشاره کردم، گفتم قرار نیست من مثل تو باشم یا تو مثل من باشی. من اصلاحی میکنم یه لحظه قرار نیست من مثل تو باشم یا تو الزاماً مثل من باشی. قراره که هر کدوم از ما آدما با تفاوت‌ها، ویژگی‌ها و شاخص‌های اصلی خودمون زندگی کنیم، در کنار این که میتونیم به دیگران کمک بکنیم و در کنار همدیگه یه تجربه خوب و ارزشمند رو داشته باشیم. شناخت استعدادهامون، شناخت نقاط قوتمون، نقاط قابل بهبودمون تو ارتباطات بین فردی به ما کمک میکنه و تا جای ممکن میزان پذیرش رو میبره بالا. از یه جایی به بعد من میپذیرم که آدمه با من فرق داره و لذا تو ارتباطات بین فردی تلاش میکنم که تعارضات رو تا جای ممکن کاهش بدم. اگه من بتونم تو رو درک بکنم، از یه جایی به بعد رابطه ما برد برد میشه. و اگر ما آدم ها نتونیم همدیگر رو درک بکنیم، با گذر زمان همدیگر رو از رابطه حذف میکنیم. نمیخوایم به حذف رابطه برسیم. در کنار شما هستیم، در گام اول در بحث خودشناسی، در گام دوم تو بحث ارتباطات بین فردی و در گام سوم در بحث استعدادیابی که میتونیم بهتون کمک بکنیم با ابزارهای بین
المللی و به روز دنیا بتونید مسیر شغلی خودتون و اهداف آینده خودتون رو تشخیص بدید، آگاهانه براش برنامه‌ریزی بکنید و انشاءالله ما هم در کنار شما هستیم به اندازه خودمون، به سهم خودمون، رسالت خودمون رو به انجام برسونیم و برای شما یاری رسان باشیم در این حوزه. اگر سوالی داشتید بنده در خدمتون هستم. در غیر این صورت شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. ممنون از صبوریتون، امیدوارم این دوره براتون مفید و مؤثر واقع شده باشه. خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون از شما. باز هم سپاس و قدردانی خودم رو از حضور همیشگی شما بچه‌ها، همونجور که بهتون وعده داده بودیم تا پایان راه با شما هستیم. بهتون گفته بودیم که قدم هامون رو با شما گام به گام برمیداریم از تیر ماه همین سالی که داخلش هستیم دیگه 1400، همگام با هم دیگه داریم جلو میایم. انشالله تا لحظه آخر هم در کنار شما خواهیم بود و این هم قدم بودن رو قطعا شما احساس میکنید در هر زمان و فراخور زمانی خودشون. چیزی رو که شما نیاز دارید براتون فراهم کردیم، همجور که تا الان دیدید از اساتید بسیاری، آقای دکتر خراتا، جناب شاه حسینی، آقای دکتر قمعی، آدم های دیدید دیگه، یعنی کسایی رو که معرفی کردیم و کسایی رو که دعوت کردیم و اونها هم لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن، مثل همین امروز که در خدمت سرده خان دکتر بدری مقدم بودیم و از حضور همه اساتید مجدد استفاده هم خواهیم کرد. این همراهی و همگامی رو سپاسگزاریم و مطمئن باشید که تا آخرین لحظه در کنار شما خواهیم بود. شاد باشید و شادی رو به بقیه تقدیم کنید. خدا نگهدار.